سلام هموطنان نهایت عزیز و برنامه تحلیلی امروزی فیسبوک وطن آزادی و کلاب هاوس دریچه های گفتمان بسیار زیاد خوش آمدید. موضوع بحث امروزی ما عبارت از کنفرانس دوحه فرصت ها و چالش هاست. وقت ما صحبت از کنفرانس دوحه می کنیم، در ذهن ما امو توافقات دوحه به ذهن ما میاد که 4 سال پوره توسط یک سوپرمکت دنیا که ایالات متحده امریکا باشه و طالبان که یک گروه تروریستی خوانده می شد، این توافقات امضا شد و زمینه و شرایط برای واگذاری قدرت به طالبان مساعد شد. این قرارداد به تاریخ 29 فوریه 2020 امضا شد که از او زمان تا امروز یعنی 4 سال میگذره. در نتیجه امو قرارداد توافقات دوحه بود که نظام جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد و طالبا قدرت در دست گرفتن. در امو روز 29 فوریه قرارداد دوحه توسط زلمه خلیلزاد و ملا برادر امضا شد و در نتیجه یا بگویم بر اساس توافقات محرم او دوحه، طالبا هفتوار مبلغ 40 الا 80 میلیون دلار به دست میاره. ولی امروز یا بگویم هفته گذشته قرار بود کنفرانس دوم دوحه تحت ریاست انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و اشتراک 25 کشور، نماینده 25 کشور و در با طالبا در دوحه ببینه و زمینه جذب امارت اسلامی را در جامعه بین‌المللی مساعد بساده، اما طالبا اشتراک نکرد و این برنامه پیچیده شد. برخی ای دستاورد دوحه را میگه که ناکام بود، برخی میگه یک فرصت بود، برخی هم میگه که یک دستاورد مهم بود و حتی برخی ها ای را به یک عروسی شباهت میده که در او داماد حضور نداشته باشه و به او خاطر قضاوت ها و دیدگاه ها بسیار متفاوت است. پیش از اینکه ما در مورد دستاورده از او گپ بزنیم، در مورد نهادی که ایره برگزار کرده یعنی سازمان ملل متحد، جایگاه از او را در این کنفرانس ببینیم که و به خصوص جایگاه ملل متحد از تا زمان سقوط شوروی و بعد از او یک تحلیل، یک دیدگاه یا بگویم یک نظر بیاندازیم، زیرا اندازه توقع ما باید تابع شناخت از یک نهاد باشد. به طور کمی ما می دانیم که سازمان ملل متحد بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شد و هدف اساسی شام حفظ امنیت و صلح جهانی بود و در اون وقت اکثریت منازعات و منازعات منطقوی از طریق مکانیزم ملل متحد حل و فصل می شد از با استفاده از قوانین بین‌المللی. ولی با سقوط اتحاد شوروی جهان یک قطبی شد و ایالات متحده امریکا یک
تازی خودت در جهان شروع کرد و نقش ملل متحده بسیار تضعیف ساخت. در حقیقت به مکانیزم حل ملل متحد توجهی نمی کرد. یکی از نمونه های درخشان از ما و شما می بینیم در افغانستان، در عراق، در لیبیا، یوگسلاوی، که اصلا ملل متحده از مکانیزم از او اصلا استفاده نمی کرد. و در حقیقت ملل متحده در یک جایگاه بسیار ضعیف قرار داد و از او جایگاهی که بعد از جنگ دوم جهانی ایجاد شده بود، از او را میتونیم بگویم که افتیده بود. و اما در مثال های اخیر با بالا گرفتن قدرت نظامی در روسیه و افزایش قدرت اقتصادی در چین و ظهور اقتصادهای نو، یکتازی آمریکا را به چالش میگیره و به خصوص ای که روسیه عملیات ویژه را در اوکراین شروع میکنه. به او خاطر امریکا دیگر نمیتونست که به تنهایی مسائل منازعات حل و فصل بکنه و حتی زمانی که دنیا میخواست یا ملل متحد میخواست که مسئله شرقی میانه حل شود، خود ملل متحد در یک حالت ناتوانی قرار داد که اصلا نتانست کار را انجام بده. و حالا امریکا متوجه شده و در برخی از گفتهایشان، حتی در افتتاح اسامبلی ملل متحد، از تحکیم و توصیف ارگانهای ملل متحد صحبت میکنه. اما دنیا تغییر کرده، حوادث در شرق میانه، در اوکراین، بالای اوضاع جهانی تاثیر بسیار مهم میگذاره و به این معنی است که برای اعتبار دادن ملل متحد زمان ضرور است تا در او جایگاه اصلی خود قرار بگیره. مسئله دومی را که میخواستم در این کوتاه اشاره بکنم ویست که عدم تناسب بین انتظارات ما از نشست و سطح نشست در دوحه است. ما زیاد سر از ملل متحد توقع داریم و با این وضعیتی که بعد از سقوط شوروی شد، انتظارات بسیار کم است و از طرف دیگر افغانستان در اولویت نه ملل متحد و نه کشورهای بزرگ جهانی قرار دارد. از او خاطر کوچکترین حرکت میتونه ما را خوشنود هم بسازه، امیدوار بسازه و حتی ناامید هم بسازه. و سطح را اگر ببینیم، سرمنشی رهبری ای کنفرانس داشت ولی نماینده های کشورها در سطح بسیار پایین بود. وقتی نماینده در سطح پایین باشه، اونا قدرت بگویم توانایی تصمیم گیری را هم نمی داشته باشه و اجنده های بسیار کلان ولی با سطوع بسیار پایین روبرو بود. و از امون خاطرم بود که وقت طالب اشتراک نکرد، همچنان ملل متحد هم سطح حضور خود در سطح معاونین خود تقلیل داد. یعنی در آینده اگر نشست های میشه، باید در سطح معاونین ملل متحد صورت بگیره. و ظاهرا اگر ما ببینیم در مورد دستاورد صحبت بکنیم که این کشورهای مختلف یا اجماعی که به وجود آمده، همه میگه که با تا از حقوق زن دفاع شود، تعامل با طالبا، اشتراک اقوام و تودای دیگه مردم در حاکمیت باشه، ولی در عمل میبینیم که تعامل با طالبا یکسان نیست. هر کدام از منافع اقتصادیش تعیین کننده است. یک تعداد کشورها از منافع اقتصادیش مطرح است، یک تعداد کشورها بگویم ارزش ها برشان مطرح است، مثلا سویدن، کانادا، آلمان با او از میکانیزم ملل متحد استفاده می کنند، ارزش ها برشان بسیار مهم است. ولی برای کشورهای مثل چین، روسیه، پاکستان، ایران، قطر و ترکیه، بر از اون منافع اقتصادیشان مطرح است. اونا صرف نظر از این که به حساب یک اجماع کلی به وجود به روزمره قراردادهای خود چین هم میگیره و با روابط دو جانبه و سه جانبه خود با طالبا اکتفا میورزن. و گرچه امریکا هم
سرمنشی ملل متحد هم در بعد از کنفرانس می گفت که ما خب اونا نتونستن در نشست اضطراری یا در نشست شورای امنیت که به حساب فیصله خصلت اجرای ویره داره نتونستن به یک نتیجه در قسمت تعیین نماینده ملل متحد در اونجا به یک نتیجه برسه، برای اینکه کشورهای مختلف منافع بسیار مختلف را داره و ملل متحد هم مشوره را با هم طالبا هم کشورهای دیگه و هم با جامعه مدنی یا گفته که ما ادامه میتیم. امریکا همچنان ایره گفته که با یک پالیسی نواره میگیره، ولی امریکا میشه وقت خواسته علاقمندی به یک موضوع نداشته، او را بر ملل متحد گذاشته، ولی وقت خواسته که اهدافش تطبیق شود زیر پوشش ملل متحد کار گرفته. مثلا در مورد توافقات ژنو میبینیم امریکا پای خود کشید و با گماشتن بنسوان که وظیفه داشت و نظام جمهوری افغانستان سقوط بته سقوط داد، به عوض از این که او ماموریت وقت ناکاماند به عوض که جزا ببینه برعکس برش یک پست دیگه به حیث معاون سرمنشی ملل متحد در امور اسامبله عمومی مقرر شد، بعدا در عراق مقرر توظیف ماموریت رفت که در اونجا فسادش دنیا را گرفت و بالاخره فرار به قبرس کرد. و همچنان وقتی امریکا علاقمندی داشت به حل موضوع تانه زیر پوشش ملل متحدی کار بکنه، بازم مسئله افغانستان است. مثلا در بن زیر پوشش ملل متحد کنفرانس بن دایر کرد، تانست که امو اهداف خود از طریق ملل متحد پیاده بکنه. خلاصه در وضعیتی که ملل متحد قرار داره یک وضعیت بلا تکلیفی است. این یک میکانیزم ملل متحد یک میکانیزم بسیار طولانی است و این را نمیتوان به بسیار عجله و زود حل و فصل کرد و نتایجش هم زودرس باشه. از او خاطر ما در مورد نتایج یا دستاوردهای کنفرانس امروز گپ میزنیم و در اینجا مهمانای عزیز یا سخن سخنرانان گرامی را با خود داریم که در اینجا حضور داره. آقایان ضیاء دستور، ضیاء عزیز دهقان و دکتر هارون یحیی هارون که نام مکملشان است، که عرصه ژورنالیست و از اعضای ارشد دبیران وطن آزادی و کلاب هاوس هستند که در اینجا تشریف داره. من سوال اول خود از دکتر صاحب یحیی هارون شروع میکنم. دکتر صاحب یکی از نویسنده ها ژورنالیست و سردبیر ماست در اینجا، اینا مطالب زیادی را در فیسبوک وطن آزادی نشر کردن که از پیشان خود امیر خواستم که به طور بسیار مختصر در حدود همو 10 دقیقه که ما تعیین کردیم اهداف کنفرانس و چطور که نشد سازمان ملل متحد به او اهداف خود دست پیدا بکنه و کدام فاکتورهای بوده که باعث ازی شد که اینا نتانستن به او هدف خود برسند. دکتر صاحب گرامی، میکروفونتان هم باز بکنین و هم میکروفون کلاب هاوس تان بفرمایید. به نهایت ممنون آقای سهر عزیز. من هم به نوبه خود عزیزایی را که در زوم و کلاب هاوس تشریف دارن و مخصوصا و عزیزای گرانقدر که در هر حال ما را حمایت میکنن با حضورشان از تشریف آوریشان در اینجا و از ای که حرفای ما را میشنوند، قبل از قبل از جانب همه ما امتنان میکنم. سر عزیز مهربان هستند، اما طرز کار ما در کلاب هاوس و برگه وطن آزادی یک طرز کار موازی و همسط است و ما همه با هم همکار هستیم. در رابطه با برنامه امروزی ما
با وجودی که یک مدت کوتاهی از نشست میگذره و ما متاسفانه همین رقمی که دمت باد میبینیم، یک نشست تقریبا ناکام برای سازمان ملل و برای کشورهایی که در اوجه حضور یافته بودند، که همین رقمی که آقای سهر فرمودند، انتظار بسیار زیادم از این نشست از قبل مطرح نبود. ما میبینیم که یک اجندای امیر خمه که آقای سر تذکر دادن، یک اجندای بسیار پیچیده را حل مسائل پالیسی ساز به عهده دبیرخانه سازمان ملل نهادن، که خود از این دبیرخانه یک نهاد پالیسی ساز نیست. و امیر خمه که ما در وطن آزادی یک نوشته آقای دستور در اوج منتشر شد، یک بحثی بود بر موزیگیری نیروهای ملی و دموکراتیک از آقای عبدالله اسپانکر. در اوج در امین نوشته موزیگیری ما روشن بیان شده که تجربه 40 سال اخیر در مخصوصا در مسائل افغانستان نشان داد که سازمان ملل توانایی عملی مشخص سازی یک راهکار برای حل یک بحران ازش سلب شده. ایجا کشورهایی که در شورای امنیت و در و اعضای دائمی شورای امنیت، اینا پلیسی ساز هستند، اینا تصمیم گیرنده هستند و دبیرخانه تمثیل میکنه اهداف، نظریه ها و استراتژی این کشورها را. وقتی کشورها در رابطه با یک مسئله در تفاهم نباشند، تنها و تنها دبیرخانه یا سرمنشی از او آقای گوترش یک کار هماهنگ کننده را میتونه پیش ببره. یعنی این کنفرانس که برخی انتظار دارن که تصامیم میگرفته نتانست، از قبل روشن بود که تصامیم گرفته نمیتونه، مخصوصا در رابطه با یک کشوری که حقوق بین الملل زیر پا کرده، مناسبات بین الملل، روابط بین الملل زیر پا کرده، از لحاظ ساختار سیاسی، ساختار حکومتی که هیچ ارزش پذیرفته شده جهانی توافق ندارد. چطور ممکن است کنفرانس دهی سطح که در دوحه برگزار شد بتانه نوع تعامل جامعه جهانی را که تمت یک حکومت مشخص بسازد؟ چیزی که بسیار بر ما افغان ها ارزش داره این است که بدون کمک سازمان ملل وضعیت جانکای فقر که در که بیکاری مطلق عمومی و مخصوصا اسیر شدن زنها در خانه و منع زنها از کار و شرکت در امور اجتماعی یکی از دلایل قمچین زدن به این وضعیت ناگوار و دربار فقر شده، یکی از امیدواری ها ادامه کمک های سازمان ملل بر کشور است. برای اینکه سه مسئله را دبیرخانه و سرمنشی سازمان ملل در آجندای نماینده های کشورهایی که آقای سر از یاد کردن در دوحه برگزار شد در آجندا شامل شده بود. یکی همین دستیابی به یک نوع توافق، چگونگی توافق تعامل با طالبا، ادامه کمک های بشری
و تعیین یک نماینده خاص برای امور افغانستان. از قبل روشن بود که طالبا با این نماینده خاص مخالفت میکنند و تعیین این نماینده خاص بدون توافق طالبا دیگه مفهوم نداشت. ما هم اگه خبر داریم که دعوت سرمشی سازمان ملل طالبا رد کرد و به جایش شرایط را مطرح کردند که او شرایط همون رقمی که سرمشی سازمان ملل تاکید کرد که برای سازمان ملل قابل قبول نبود. این شرایط شامل یک نوع به رسمیت شناسی طالبا بود. باید سازمان ملل طالبا را، نماینده طالبا را، بایست یگانه نماینده رسمی افغانستان در کنفرانس دوحه میپذیرفتند. طالبا هیئت‌های غیر از طالب اینا نمیپذیرفتند. به طور مثال نماینده های جامعه مدنی را اینا از قبل رد کرده بودند که در کنفرانس شرکت کنند و دیدار رو در رو با سرمنشی سازمان ملل. یعنی این شرایط که طالبان را در سطح نماینده یک دولت قانونی بلند می برد، اینا شرایطی بود که ممکن نبود که سرمنشی سازمان ملل این شرایط را بپذیره. بنابراین این کنفرانس که اصلا با طالبان باید مسائل مهم و اساسی چگونگی نزدیکی طالبان را بر رعایت حقوق بشر، بر رعایت حقوق زنها، حق آموزش برای کودکا میسنجیدند، در غیاب طالبان دایر شد. یکی از عوامل مهمی که حتی این کنفرانس به مو نتایج هماهنگ کننده هم نرسید، امی مفقود بودن طرف معامله بود یعنی. و از جانب دیگر آقای میرقم آقای سر در آغاز گفتند که تفاوت منافع کشورهای قدرتمند زیردخل در مسائل افغانستان، شما شنیدین از اخبار که موازی کشورهای همسایه افغانستان کاملا متفاوت بود. روسا که بعدا دوست ما مورد مفصل بحث خود کردند و درخواست طالبا از ملاقات با نماینده های جامعه مدنی سرباز میزنه و عدم شرکت طالبا را حمایت میکنه و چینایا به یک نحو از طریق کنفرانس وزرای خارجه منطقه میخواین مسائل مربوط به افغانستان را به بحث بگیرن. یعنی وضعیت طوری آمد که سرمنشی سازمان ملل مجبور شد که امیر رقمی که مطرح شد که یک کنفرانس دوم در عین زمانی که کنفرانس جریان داشت ازش بس بکنه، برای که این کنفرانس از قبل متاسفانه نمیتونست به اون نتایجی را که سازمان ملل در برابر خود قرار داده بود، یعنی حداقل همو نقش هماهنگ کننده ای که دبیرخانه سازمان ملل میتونست ایر ایفا بکنه، بیم نتونست دست بیافه. یک پردوکسی که بین جامعه جهانی که او را سازمان ملل تمثیل میکنه و طالبا ای است که طالبا شرط پس کردن پای خود از گردن مردم افغانستان و نرم کردن زنجیر استبداد در داخل کشور منوط به رسمیت شناسی خود میدانه و جامعه جهانی که سازمان ملل ای
درخواست تمثیل می کنه. از طالبا رعایت حقوق بشر، مخصوصا رعایت حقوق زنا، رعایت حق آموزش برای کودکا، اینا را به حیث یکی از شرایط و همشمول سازی حکومت موجوده یا فراگیر ساختن حکومت موجوده. شما شنیدین که زبیرای مجاهد میگه که حکومت ما مشمول است، نماینده تاجک و ازاره و ازبک و ترکمنی چه هست، از تمام نسل و از تمام زبان و از تمام مکان با نماینده داریم، دیگه ما کار نداریم که حکومت مشمول بسازیم. از طرف دیگه اینجا موزیگری نیروهای ملی و دموکراتیک مطرح است، یا روشنتر بگویم که موزیگری نیروهای چپ دموکراتیک مطرح است که اصلا از حضور یک دولت در افغانستان نفی میکنند. یعنی ما دولت در افغانستان نداریم که دولت فراگیر شود و دولت همشمول شود و دی دولت نماینده دیگه اقوام و مذاهب شرکت داشته باشد. یعنی این دیدگاه است که در درون و بیرون کشور نیروهایی که شاهد اوضاع هستند و میفهمند که راهبرد دور و راه حل دائمی برای مسائل افغانستان نرم کردن زنجیر استبداد نیست، بلکه پس کردن زنجیر است و استرداد حقی که از مردم گرفته شده، حق زندگی، حق کار و حق آموزش، حق انتخاب شیوه زندگی. وقتی که طالبا در روی سرک در حضور مردم محل، اینا دخترای جوانه زیر نام ای که حجابش کامل نیست اسیر میگیرن یا واضح بگویم اختطاف میکنن و میبرن در قرارگاه عساکر طالب و ماها خانواده های از من سرنش شامل ندارن. این وضعیت وضعیت نیست که آدم در روی میز مذاکره با این مسئله برخورد سازش کارانه داشته باشه. این وضعیت را که نیم نفوس کشور در چهار دیواری خانه اسیر است، این وضعیت نیست که این آدم به مناسبات سنتی گذشته یا به وضعیت قبلی پدر سالاری گذشته این آدم رجعت بده. این وضعیت است که طالب در افغانستان حاکم ساخته و برای ساقط کردن این وضعیت باید نوی حکومت استبداد دینی قومی باید دور شود. این موضع‌گیری واضح است که نیروهای چپ دموکراتیک است. اما جامعه جهانی که اگر ما تعریف روشنترش بگوییم، کشورهای غربی و حامیان در حقیقت مستقیم و غیر مستقیم خود طالبا، یک نوع خوشخور کردن گروه حاکم توتالیتر طالب مطرح میکنند که از انفجار درون کشور، از انزجار عمومی جلوگیری کرده باشد و این سست کردن امی حلقه های استبداد است. یعنی اجازه دادن دخترها که بتانند سنف 7 تا 12 را بخوانند و بتانند به دانشگاه ها بروند و زنها در امو چارچوکات به اصطلاح اصولی که طالب ها برای خود مشخص ساختن حق کار پیدا بکنند. تشکر دکتر صاحب، وقتان فکر میکنم که
تمام خب شده. من فقط یک یا دو دقیقه دیگه کار دارم که میخواستم بگویم که میشه که پسان بیاین دوباره باز اگر خب درست است. بله تشکر بزرگ دکتر صاحب خواهش گرامی خواهش آله از همکار عزیز دیگه جناب زیای دستور نویسنده چیره‌دست اندیشه پرداز و منتقد ورزیده است از او خواهش میکنیم که در مورد یک گوشه از این کنفرانس که یکی از سوال ها هم است که روسیه باعث یکی از قدرت های یا بگویم جهانی یا منطقوی خصوصا در افغانستان از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی به فرمایش طالبا ابا ورزید. طالبا نیز یکی از شرایط حضورشان همی عدم اشتراکی نماینده جامعه مدنی بود که او را اعلان داشتن. دیدگاه شما در این مورد چی است دستور صاحب گرامی؟ میکروفون کلاب هاوس تان روشن است، میکروفون زوم هم برگام روشن، روشن است. بفرمایید. تشکر تشکر سحر گرامی، سپاس از حضور دوستان گرامی در یک برنامه ما. باید عرض کنم که در بخش پذیرفتن به اصطلاح نمایندگان جامعه مدنی افغانستان، همانطور که شما گفتین، روسیه به خواهش طالبان ملاقات با به اصطلاح نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نپذیرفت. من میگم به اصطلاح به خاطر که در مطبوعات و از جانب سازمان ملل سه چهره اساسی که معرفی شده بودند برای به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان، مسئله نمایندگیشان مورد تردید بسیار جدی قرار دارد. اولی که جامعه مدنی افغانستان پس از سقوط جمهوریت آمریکایی که در کابل وجود داشت، یک جامعه با یک کلیت واحد نیست. و من فکر میکنم این یکی از خصلت‌های جامعه مدنی هر کشور است که یک کلیت واحد تشکیل نمیدن. و من نمیفهمم که به حساب ترفندها و فریبکاری های بسیار آشکار سازمان ملل که البته به درخواست برخی از قدرت های جهانی فرمول بندی می کنند، این لفظ نمایندگی را از کجا کردند، با کدام جامعه مدنی در کجای دنیا به این چهره ها صلاحیت نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان دادند. کنفرانس آخری دوحه از تمام جهات، از لحاظ تبیین تعاریفی که باید در دوحه بهش می پرداختند، اما طور که شما گفتین، نه تنها از لحاظ سازماندهی، نه تنها از لحاظ اشتراک مراجع و قدرت های زیردخل در مسائل افغانستان یک کنفرانس ناکام است، بلکه از لحاظ تبیین و تعریف مسائل مبرم مربوط به افغانستان هم یک کنفرانس ناکام است. ما نه تنها ناکامی همه جوانب در دوحه مشاهده می کنیم، بلکه از لحاظ تعریف اهدافی که در آینده افغانستان مطرح میشه، ما هیچ پیشرفتی نداریم. چنان که دوستان می دانند، سه چهره در کنفرانس دوحه شرکت داشتند که یکی خانم سراج بود که در گذشته هم در مورد نمایندگیشان به حساب ای که کاندیدای یکی از جوایز نوبل بودن از طرف افغانستان، سوالات بسیار زیادی وجود داشت، به این مانا که ای چهره و شخصیت ها سابقه فعالیت ها و کوشش های بسیار جدی در مسئله
حقوق بشر، حقوق شهروندان در افغانستان و مسائل جامعه مدنی ندارند. چهره دوم آقای لطف‌الله نجفی زاده است. آقای لطف‌الله نجفی زاده به مثابه یکی از گردانندگان فکر میکنم که رسانه‌ای افغانستان شهرت داشتند، در تلویزیون طلوع کار کردند و به مثابه ای چهره رسانه‌ای وارد جامعه مدنی افغانستان شدند. ما با تعداد زیادی از شخصیت های جامعه مدنی افغانستان که پس از سقوط جمهوریت به اروپا آمدند تماس داریم. بر اساس روایت این دوست ها، جامعه مدنی افغانستان از کمیسیون های بسیار مهم، مثلا کمیسیون حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مربوط حقوق زنان و کمیسیون های دیگه که فعالیت داشتند، یک تعداد زیاد ای کمیسیون ها به ابزار دست دولت جمهوری افغانستان در وقت و با آله دست کشورهای مؤثر در سیاست افغانستان یعنی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی مبدل شدند. شکایت های بسیار فراوان وجود داره در مورد از این که تعداد زیادی از چهره های جامعه مدنی افغانستان با پول خریداری شدند. تعداد از این چهره یک سال پیش از سقوط جمهوریت و کشورهای غربی رفتند. این چهره به هیچ وجه از یک جامعه مدنی که اهداف دموکراتیک، اهداف رهایی و آزادی مردم افغانستان داشته باشند نمایندگی نمی کنند. آن سی چهره که در دوحه بود چهره های وابسته به کشورها و سازمان های غربی هستند. ترفند سازمان ملل متحد در مورد پیشکش چنین چهره ها از این هم آشکار است که سازمان ملل در تمام نقاط دنیا جایی که افغان ها وجود دارند با هیچ یک از سازمان های افغانی حداقل در اروپای غربی تماس نگرفتند. سازمان های معتبر در اروپای غربی وجود دارند، مانند انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان که رابطه های بسیار نزدیک با سازمان ملل دارن، با مشورای حقوقی و رایزنی های حقوقی با سازمان ملل دارن. همین امشب زمانی که برنامه ما جاری شد، برنامه تلویزیون حقوق هم جاری شد و اونا از ریچارد بنت دعوت کردند که در برنامهشان شرکت کنه و در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر در افغانستان صحبت داشته باشند. چون این بنیاد با اعتبار و تشکیل شده از افراد شناخته شده مسلکی در بخش حقوق از افغانستان از چشم سازمان ملل و کسانی که سازمان ملل با ایشان وابسته است و صورت قصدی به دور نگه داشته میشن. بنابراین هم در کنفرانس دوحه و هم در کنفرانس های آینده که از طرف سازمان ملل در رابطه با افغانستان تعیین میشه، ما باید در نظر داشته باشیم که از جامعه مدنی افغانستان تا وقتی که به سازمان ها و افراد معتبر ملل متحد مراجعه نکنه و از اونا دعوت نکنه که در کنفرانس شرکت کنند با آزادی کامل نداشته باشند که نظریات خود باید ارائه کنند، هیچ نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان وجود نخواهد داشت. یکی از مهمترین کارها و اموری که جامعه مدنی افغانستان باید انجام بده این است که در رابطه با کشور افغانستان، در رابطه با تغییرات سیاسی که ما می خواهیم وارد شود، باید اهداف خود به صورت بسیار روشن تعریف کنند و انعکاس بدن از طریق رسانه ها. من فکر می کنم که از یک سو ترفند سازمان ملل
و کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا. و چنان که شما دیدین همه اتحادیه اروپا در مسئله کنفرانس دوحه هم حاضر نبودند و هم هیچ گونه نظریه ارائه نکردند. بنابراین ما باید بکوشیم که تا کنفرانس بعدی یا کنفرانس های بعدی افغانستان کار بکنیم از لحاظ ثابت کردن حضور و موجودیت ما به خاطر آینده افغانستان. اگر سازمان های اجتماعی ما هستند، اگر احزاب سیاسی هستند و اگر سازمان های از جامعه مدنی افغانستان در اروپا وجود دارند، باید در بهار که پیش روی داریم، باید در تابستان که پیش روی داریم، حضور فیزیکی خود در تمام مراکز مهم اروپایی نشان بدن. اگر ما چنین قوت نداشته باشیم که خود در مراکز مهم اروپایی وجود فیزیکی خود و اندیشه خود نشان بدیم، باور به این داشته باشین که سازمان ملل متحد و دستاندرکارای ساختارهای قدرتهای بین المللی در تمام دنیا هیچ کسی را نمی بینند که از او دعوت کنند که در کار یک کنفرانس در رابطه با افغانستان سهم بگیرد. و این یک گپ بسیار طبیعی است. از یک سو ترفند سازمان ملل است و از یک سو عدم حضور خود ما در برجسته ساختن چهره ما در بیرون است. هیچ کس ما را نمی بینه و هیچ کس هم سر ما حساب نمی کنه. مشکل ما در رابطه با اشتراک در همه کنفرانس های بین المللی ای است که ما حضور فیزیکی در هیچ جای نداریم و ای را باید از خود گله کنیم و نه از سازمان ملل و نه از قدرت های بزرگ. این فرصت از دست رفته است که ما به زودترین فرصت در بهار و تابستان که پیش رو است باید این وضعیت تغییر بدیم. صحبت ما فعلا به همینجا به پایان میرسه. تشکر دستور صاحب گرامی. همونطور چی میگن سر وقت فکر میکنم یگانه نفر باشین که ده دقیقه در نظر گرفته شده تمام کردین. سلامت باشین. خب سوال دیگه ما متوجه جناب عزیز دهقان، ضیای عزیز دهقان، ژورنالیست ورزیده و فعال اجتماعی بگویم، زیاد فعال هستند و به خصوص پیش از اینکه همکار شویم در فیسبوک خودش به مسائل بسیار حادروز می پرداختن و می پردازن. حال هم در مورد کنفرانس دوحه مطلب نوشته که من خواستم که سوال بکنم که مطلبی که زیر نام سراب دوحه نوشتین، آیا این کنفرانس به نظر شما از مبدأ دور از واقعیت بوده که شما بسیار بدبین کنفرانس بودین، و یا ای که و همچنان با استفاده از مولانای بلخی بزرگ شعر را گفتین که اگر تعبیرتان از او شعر چی بوده لطف کرده به ما و شنونده و بیننده ما او را توضیح بتین. جناب دیقان ما، عزیز دیقان ما در کلاب هاوس نیستن، ولی از دکتر صاحب خواهش میکنم که میکروفون کلاب هاوس روشن بکنن و عزیز گرامی بفرمایید. تشکر شده سرگرامی. سلام احترام به تمام دوستان که در این برنامه با ما یک جا هستند. بله، به نظر ما تنها این نشست های دوها سراب بر ما نیست. ما مردم افغانستان قریب نیم قرن است که در سراب بسر می بریم. فقط به طرف دورنامه های موهوم و سراب نگاه می کنیم و به او امید بسته می کنیم. امشب به فردا به امید بهبود
ای ما دیگه ما به امید بهبود ای سال دیگه سال به امید بهبود ما زندگی میکنیم. ولی با تاسف زندگی رقتبار که امروز در ما بین افغانستان جریان داره قابل دقت است، قابل مکس است. تنها زنها و دخترهای جوان از آموزش و کار منع نشدند. تمام انسانها در افغانستان از زندگی منع شدند، از زندگی محروم شدند. اگر اجازه باشه یک قصه بسیار کوتاه داشتم که یک زمانی که مصالحه ملی اعلان شده بود، یک روز جمعه را به نام روزهای دربازهای روز دروازه های باز در کابل اعلان کرده بودند. یک روز او روز جمعه ما یک تعداد ژورنالیست های خارجی را بدرقه می کردم و رفته بودم به کوتل خیرخانه. یک خانم ژورنالیست سویدنی با ما بود. در اونجا موتورهای سرویس استارت می شد، مجاهدین پایین می شدن و می رفتن به طرف شهر. با دیدن چهره‌های جوانهای مجاهدین این خانم سویدنی به گریه افتاد. از او پرسیدم خانم چی هست؟ تکلیف هست؟ گفت نه، ما در جوانی در افغانستان سفر می کردم. شما کشور افغانستان کشور بسیار زیباست و مردم بسیار مهربان و مهمان نواز داشت. جوانهای خندروی بشاش و امیدوار به آینده بودن و امروز متاسفانه با این چهره هایی که من میبینم، مجاهدینی که از موتر سرویس پایین میشن با پاچه های بالا و پایین، با موهای جولیده و ریش های ناگرفته و که از یک ماه بیشتر وقت نیافتن که حتی امام بکنن، وقت و چهره های کبود، چهره های گرفته، چشم های سرخ و عصبی خشک. با دیدن از این چهره ها ما برای آینده از این کشور شما نگران هستم و دل می سوزانم. به خاطر ازمی نحیف می کنم که افغانستان این طور یک کشور زیبا به این حالت آینده های بسیار بد دچار خواهد شد. از او حادثه امروز فکر می کنم که بیشتر از 30 سال می گذره و هر روزی که میگذره فکر میکنم که تفکر او خانم سویدانی بسیار بجا بود. امروز یک لحظه فکر بکنیم که یک جوانی که صبح از خواب بیدار میشه تا شام یگانه وظیفه داره که 5 وقت استنجا بکنه، وضو بکنه و نماز بخونه و الله بگویه. وقتی که شما در کشور یک جوان از فرهنگ، از هنر، از زندگی، از شنیدن موسیقی، از رفتن به سینما، از رفتن به کافی، نشستن با دوست و رفیق، با قصه کردن و خندیدن منع میکنین، این جوان چطور میتونه که سرنوشت یک کشور را به دست بگیره و یک کشور را به طرف سمت ببره که آینده های امیدوار کننده وجود داشته باشه؟ امروز باید فکر بکنیم که در خلای سیاهی که مردم افغانستان زندگی میکنن و جوانهایی که امروز به ایالت زندگی میکنن، 10 سال 20 سال بعد و این نسلهای نوی که در جامعه افغانستان داخل میشن، این وطن به کجا خواهد کشید؟ ما تا چه حد، تا کدام زمان با امید از این که ملل متحد و امریکا و روس و چین و اینان روز به افغانستان رحم بکنن و راه پیش بگیرن که از لحاظ حداقل حقوق انسانی بتونه که مردم افغانستان را تامین بکنن. امروز ما خوب میبینیم که در مابین دوحه در ببخشید در غزه مدت 3 ماه بیشتر از 30,000 نفر کشتند. غزه ای که 3 میلیون انسان در اون زندگی میکرد حال دیگه قابل زندگی نیست، همه را نابود کردند. این آخایان ملل، سازمان ملل متحد که امیال امی مردم ها در دوحه
و سر سرنوشت مردم قطر، مردم غزه تصمیم میگیرند و پا به پای اسرائیل و آمریکا قدم میگذارند، ما چه انتظار باید داشته باشیم که برای آینده مردم افغانستان، برای زنها و دخترهای افغانستان، برای جوانهای افغانستان دل بسوزانند؟ امروز یک تعداد سازمان ها، اتحادیه ها، ائتلاف ها به وجود می آید. متاسفانه در مابین تمام از جریان ها مشاهده می شود که یگانه جریانی که به صورت مثبت حرکت داره پیش می ره، به هر شکلی که باشد تعامل کردن با طالب، سازش کردن با طالب و تقسیم کردن قدرت با طالب، داخل شدن در سیستم طالبی است که بتانند که از کاسه حلوای طالبی اگر چیز به دست بیارن. سر تقسیم کردن معادن افغانستان، سر تقسیم کردن منابع طبیعی افغانستان، سر تقسیم کردن دستگاه ترانسپورتی و صنعتی افغانستان، سر تقسیم کردن منابع زراعتی افغانستان، همه در چالش ها هستند که بتانند جای پای خود پیدا بکنند. متاسفانه مردم درمانده، بیچاره و مسکین مردم افغانستان امروز هیچ گونه دادخواهی ندارد، نه در داخل افغانستان و نه در بیرون افغانستان. ما گپ دوست مارزی های دستور تایید میکنم که اگر افراد، شخصیت ها و یا گروه هایی که به نام نیروهای ملی یا دموکراتیک یا ترقی ها یاد میشن، اگر امسال در سال 1403 اگر اقدامات جدی به خاطر اتحاد، سازماندهی و ترسیم خط مشی انسانی، وطن دوستانه و انسان دوستانه را پیش نگیرند، طرح نکنند و به صورت متحدانه با هم یک جا یک جرقه‌ای امید در دل از اون مردم غریب و درمانده روشن نسازیم، ما دیگه به درد نمی خوریم. بهتر است که خاموش کنیم و بهتر است که نه از دموکراسی، نه از آزادی و نه صلح خواهی حرف بزنیم. امروز دو چیز متاسفانه مورد انتشار است، یکی سازش با طالب، و در یک نشستی که ما داشتیم چند روز پیش متاسفانه یک مفکوره تازه دیگه آستاستا به میان می آید که اگر امروز طالب نباشد کی به جای طالب خواهد نشست؟ یک نوع رهبت و ترس و وحشت را به وجود میارن که گویا با نبودن طالب، از بین رفتن طالب، افغانستان دوباره سقوط میکنه. ولی من فکر میکنم که بگذار سقوط بکنه و این حرف بسیار بده است که شاید ما بگویم، ولی امی 40 تا 50 یا 100 میلیون دلار که هفتوار یا ماهوار یا دو هفتوار به افغانستان میرسه، تمام صدای اعتراض در مقابل یک جلد پاسپورت خونسا میکنن و خاموش میسازن. تمام نسلهای جوان، تمام عناصر آگاهی که با مجرد که آواز بلند میکنن، فقط دو چیز در مقابلشان قرار داده میشن: پاسپورت و زندان. از یکی از این دو باید انتخاب بکنن، و بیشترین جوان ها، بیشترین چیز فهم ها متاسفانه رای پاسپورت انتخاب میکنن و از افغانستان بیرون میشن. به این خاطر است که هیچ گونه صدای اعتراض در مابین افغانستان بلند نمیشه. این یک حالت وحشتناک است که باید به هر چیز زودتر راه و چاره و سراغ پیدا شود. میفهمیم که مبارزه بسیار دشوار در پیش روی است. اگر نسلهایی که سن به سن سال کهن مثل ما میرسند، حداقل از لحاظ بالا کردن صدای بلند، بلندگو شدن صدای خاموش مردمی که در داخل افغانستان هستند، اگر ما بتانیم صدای خود را بلند بکنیم، اگر ما بتانیم که رقمی که دوست ما زیای دستور میگن که در تمام نشست ها ما باید مجبور بسازیم که مجبورشان بسازیم که صدای روشنفکران و
مردان و زنان نماینده های واقعی مردم افغانستان را بشنوند. تا وقتی که ما سر صدا بلند نکنیم، هیچ کسی نه در قصه ما است، نه در فکر ما است و افغانستان پیش میره، شاید رای را پیش بگیره، ولی نه رایی که برای مردم غریب و مردم ستم دیده چیز پیدا شود. اگر مفهوم یا معنی زندگی افراد که تمام عمر خود به خاطر اطلاع و ترقی و پیشرفت افغانستان سپری کردن و تا امروز با صورت با نامیدی تمام در گوشای انزوا و گوشای نامیدی نشستیم، فکر میکنم که این راه معقول انسانی نیست. این راه را باید ما تغییر بدیم و متحدانه یک دست با از بانه کنار رفتن، از بانه ها کنار رفتن، از تمام اختلافاتی که گویا ما یکی با هم اختلافات داریم و این را حل کرده نمیتانیم، یا ایران ما به این ترتیب میخواهیم که از وظایف رسالت واقعی که در برابر ما قرار دارد طفره بریم. اگر ما واقعا میخواهیم که چیزی را از مردم وطن در مقابل از این امتیازی که ما داریم، همه در خارج از افغانستان در گوشای آرام، در زندگی آرام مطمئن و مسموم سفری میکنیم، اگر این رسالت خود ما درک بکنیم، بتانیم که متحدانه به خاطر بیرون کشیدن از این وطن، از این وضع فلاکت بار را و چاره بسنجیم، فکر میکنم که دین انسانی خود را ما باعث یک شهروند افغانستان ادا کرده باشیم. تشکر از شما. تشکر تشکر عزیز دیقان گرانقدر، واقعا صحبت بسیار معقول و با در نظر داشت خوشبینی ها و بدبینی هایی که ما داریم یا توقعاتی که ما داریم از ملل متحد در جامعه بین المللی، او را بسیار با صراحت بیان کردیم. یک دنیا تشکر. دوستان عزیز، ما امروز یک خلای کلان در برنامه داشتیم و او خلای کلان ما ایست که یکی از بگویم آگاهان ورزیده در این بخش، دیپلمات برجسته و آگاه مسائل بین‌المللی ما، کار که داشت نتانست در وقت خود به و او همکار بسیار عزیز ما جناب محسنزاده گرامیست. ما چون پیشتر آمد، من نفهم چقدر صحبت های ما را شنیدن، من نفهم هر وقت خودشان خواستن صحبت بکنن، بعد از این یک بحث آزاد است، عزیزایی که می خواهد صحبت بکنن الا 5 دقیقه یا سوال دارد. ولی برای محسنزاده گرامی که یکی از گرداننده‌های برنامه و صاحب نظر هستند، وقت بیشتر در نظر خواهد گرفتیم، در نظر خواهد بود. و یکی از چند سوال دارم. یکی از سوال ها ایست که همسایه‌های ما و کشورهای امریکا و هند و اینا از طالبا، دیدگاهشان در مورد طالبا چیگونه است؟ آیا یک طالب بسیار قوی را میخواهند یا طالب ضعیف در منطقه با این تعاملاتی که اینا دارن، و همچنان اوضاع پیچیده منطقه سر اوضاع افغانستان چی تاثیر خواهد داشت؟ در کل هر کس آزاد است در کل صحبت میکنه یا به این سوال اخیر هم جواب میتن. من افهم که محسنزاده عزیز ما آماده است یا پسند، ای را مگذاریم که بخل میکروفونشان باز شده و میکروفون کلاب هاوسشان هم روشن است. محسنزاده گران قدر بفرمایید. اول خوش آمدین و سلام بر شما، چون در جریان برنامه تشریف آوردین. جهان سپاس سحر گرامی، همچنان از سایر دوستان عزیز ما که صحبت‌های بسیار ارزنده داشتن سپاسگزاری می کنم و با تقدیم احترامات و سلام‌های گرم خود به همه بینندگان برنامه امشب ما. واقعا صحبت‌های دوستا
همجانبه بود، جهات مختلف قضیه را روشن ساخت که فکر می کنم بر ما جای حرف زدن زیاد باقی نخواهد ماند. ولیکن با وجود از او هم چند نقطه را که حائز اهمیت می دانم می خواستم که خدمت دوستا عرض کنم. البته پیش از آغاز سخن باید خدمت دوست عزیز ما دهقان یک مثال تازی را بگویم که امی هفته گذشته یک روزنامه معروف سوئیسی که به نام روزنامه سوریخ یا بگویم اخبار سوریخ یاد میشه یک تبصره و کمنتاری بسیار خوب در رابطه با کنفرانس دوحه و همچنان راجع به وضع داخل کشور ما نوشته بود که واقعا از دیدگاه بیرونی ها درباره افغانستان حائز اهمیت است. ما به جزئیات از او نوشته نمی پردازم، فقط یک نکته را می خواستم که ذکر کنم که پروبلم های اساسی که ما در پیرامون کنفرانس دوحه داشتیم در واقع هم به صورت بسیار فشرده یعنی بازتاب یافته بود. از این جمله یک موضوعگیری بسیار انعطاف ناپذیر و شدید و غیر قابل تحمل امارت اسلامی بود که البته جهات مختلف داشت، به این معنا که یعنی موضوعگیری طالبا در عدم پذیرش سایر نماینده های جریانات، سازمان ها، احزاب و قسمی که دوستا گفتن جامعه مدنی در این کنفرانس و از همه مهمتر ایده های بسیار مطلق گرایانه طالبا در این جهت که گویا طالبا از مردم افغانستان نمایندگی می کنند و بنان ضرورتی دیده نمی شد تا با دیگرا وارد صحبت شد. در این زمان که این موضوع هست مسئله زنم عایز اهمیت خاص بود که یک مقدار فعالیت های سازمان ملل متحد در جهت برآورده ساختن حقوق زن در افغانستان مورد ارزیابی قرار میداد. در پهلوی از مسئله جامعه مدنی و مسئله آموزش و تحصیل در مجموع در کشور. ما نام دوست عزیز ما زیای عزیز دهقان به خاطر از این گرفتم که از ژورنالیست سوئیسی صحبت کرده بودند. امی نویسنده مضمون روزنامه یا بگویم اخبار سوریخ سوئیس در واقع هم یک مثال جالب را ارائه می کنم. او در رابطه با مکتب امانی که در افغانستان بود، ژورنالیست بسیار به زیبایی نوشته می کنه که روز در این مکتب مثلا دانشمندان و فلاسفه بزرگ آلمان تدریس می شد، یعنی درباره فلسفهشان، آموزششان، دانششان بحث می شد. اما امروز اونمو شاگردای از این مکتب ناگزیر هستند که به جای فلسفه و تاریخ و جامعه شناسی و غیره و غیره امروز تنها امی دروس دینی داشته باشند و با خصوص قرائت قرآن کریم یاد بگیرند. به هر صورت دوستای عزیز، برداشت ما از کنفرانس دوحه چی است؟ ما این کنفرانس از چندین جهت با وجودی که نتایج و به صورت دستاوردهای مشخص نداره عایز اهمیت می دانم، به خاطر از اینکه در قبال از این کنفرانس یک سلسله مسائل روشن میشه. اولین چیزی که از نظر ما قابل توجه هست که دریجه سازمان ملل متحد چی میخواه؟ ما به یاد داریم که در قطعنامه ماه دسامبر سال گذشته پس از گزارش نماینده سازمان ملل متحد فریدون سنلو اغلو ما دیدیم که شورای امنیت به این توافق کرد که باید یک نماینده برای افغانستان از طرف سازمان ملل متحد توظیف شود و سرمنشی معذف کردید که نماینده را باید تا چند ماه یعنی در ظرف 3-4 ماه باید تعیین کنه و به شورای امنیت ملل متحد معرفی کنه
تا این شخص وظایف معین را که سازمان ملل متحد پیروزی می کنه در عمل تطبیق کنه. ما در رابطه با کنفرانس دوحه مسائل مختلف شنیدیم، اما یک موضوع را واقعا ما تا هنوز مورد ارزیابی قرار ندادیم که این برنامه احتمالی ملل متحد که پس از تعیین نماینده ملل متحد بر افغانستان تدوین میشه چگونه است؟ آیا ای یک رای حل واقعی بینانه و دیپلماتیک و واقعا مفید بر مردم افغانستان است؟ یا ایست که آماده ساختن شرایط و زمینه ها بر یک کنفرانس مانند کنفرانس بن و یا چیز مشابه از او؟ یعنی اگر خلاصه بگویم، یعنی بازم تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط کشورهای بیرونی و سازمانهای بیرونی و نیروهایی که اصلا صلاحیت تعیین سرنوشت مردم افغانستان نداره. اشکال مهمی که من در کنفرانس دوحه دیدم عبارت از این است که در کنفرانس دوحه اصلا به این نماینده طالبان موافق نیستند. البته ما دیدیم که در گذشته همینطور یک موضع‌گیری شدید در رابطه با فریدون وجود نداشت. سوال پیش میاد که چرا در رابطه با این اقدام جدید طالبان به این اندازه مثلا پافشاری دارند که ضرور به نماینده نیست؟ تا جایی که ما از رسانه ها یعنی به دست آوردم، قضیه از این قرار است که یکی از وظایف اساسی نماینده که تعیین خواهد شد عبارت از این است که باید در رابطه با حکومت فراگیر یا همشمول یا به اصطلاح لاتین و انگلیسی و اینا انکلوزیف باید باشد و این چیزی است که طالبا ایران نمیپذیرند. دوستای عزیز ما در صحبت پیشین خود مثلا اشاره کردن که کشورهای منطقه بنابر خواست طالبا در واقع این نماینده را یا بگویم امی کنفرانس دوحه را تایید نکردن و بسلا سبا سوال خود به یک روح تازه و بسلا یک نوع توان اجرایوی ندارن. من فکر میکنم، یعنی شخصا به این نظر هستم که هم روسیه و هم برخی دیگه از کشورهای منطقه ما اینا به هیچ وجه سر به تصمیم طالب فرو نکردند، به این معنا که اونا در تصمیم گیری خود مستقل تصمیم گیری کردند. شاید دوستا به یاد داشته باشند در آستانه که کنفرانس دوحه برگزار میشه ما شاهد برگزاری یک نشست امنیتی کشورهای منطقه در شهر بشکه که قرقیزستان هستیم و در اونجا ما به صراحت میبینیم که با آدرس طالبا، یعنی ایرادات مثلا انتقادات وجود داره، به این معنا که طالبا هنوز هم در سرزمین افغانستان از وجود یا بگویم فعالیت های سازمان های تروریستی مثل داعش و غیره و غیره جلوگیری نکرده و در حال حاضر موجودت تقریبا 20-21 سازمان مختلف تروریستی در افغانستان موجب نگرانی شدید کشورهای منطقه است. به هر صورت دوستای عزیز، صحبت در این هست که ما در جلسات قبلی برگی وطن آزادی و کلاب هاوس دریچه های گفتمان همیشه تصحیح کردیم که افغانستان با وجود تمام مطالب به یک مرجی که مافوق اما حاکمیت ها باشه ضرورت داره و در حال حاضر در سطح جهان غیر ملل متحد یعنی سازمان ملل متحد دیگه اونطور یک مرجی وجود نداره. یعنی اگر رای حل بر افغانستان جستجو میشه، نقش ملل متحد بسیار با اهمیت خواهد بود. اما در سوی دیگه ما کاملا با دستور گرامی با رفقا در مجموع همه موافق هستم که یک مقدار درمی آلت بنبست سیاسی
نیروهای ملی دموکراتیک ترقیخواه چپ وطن پرست افغانستان هم تقصیر دارند. مثال بسیار برجسته امی آیت که یونما معرفی کرده، یا مثلا امی کسایی که به نام جامعه مدنی اینها سر بالا می کنند. سوال اساسی داری هست که اینا مشروعیت خود از کجا حاصل کردند؟ کدام طیف اجتماعی اینا را به حیث نماینده انتخاب کرده؟ و از همه مهمتر اینا با کدام برنامه در کنفرانس اشتراک می کنند؟ کنسپت و طرح نیروهای اپوزیسیون افغانستان چی است؟ ما در این نقطه واقعا خالی ذهن هستیم، دستاورد نداریم و ما هیچگاهی بر اساس یک طرح مشخص که طرح مورد حمایت مردم باشه موضع‌گیری نکردیم. خب دوستای عزیز، شما شاهد هستیم که بعد از کنفرانس دوحه سرمنشی به شورای امنیت یک نوع بسلا گزارش خود ارائه کرده و ما میبینیم که تا یکی دو ماه دیگه باید یک سلسله مسائل مشخصتر و روشنتر شد، ولیکن در عین زمان که پروبلم از این قرار هست، ما متوجه میشیم که به موازات پروبلم افغانستان، موازات یعنی پروبلم خود سازمان ملل متحد هم مطرح هست. دوستا بیاد دارن که در ماه نوامبر سال گذشته سرمنشی ملل متحد در اسامبله عمومی معضلات سازمان ملل متحد بیان کرد و در عین زمانی که معضلات بیان کرد یک طرح رفرم یا اصلاح برای ساختار سازمان ملل متحد، برای تقسیم صلاحیت ها و بر تجدید ساختار و غیره و غیره ارائه کرده که وقتی تصمیم گیری درباره از این در ماه می است، یعنی در حدود دو ماه بعد شاید کار صورت بگیره. ما در حاضر یعنی کنفرانس دوحه را باید من حیث یک آزمون، یک نوع سنجش، یک نوع معیار باید پیش خود ارزیابی کنیم، ولیکن باید منتظر ازی باشیم که گام های بعدی چی هست. در گام های بعدی چیزی که بسیار مورد توجه باید باشه و عبارت از ایست که ما تجارب تلخ حکومت ساخت پاکستان، حکومت ساخت بان و غیره را نباید تکرار کنیم، نباید اجازه بدیم که تکرار شد. باید ای بار مردم افغانستان در فوکس قرار بگیره، باید ای بار میکانیزم های جستجو شد که بالاخره بعد از چندین ده مردم افغانستان خود تصمیم بگیرن، خود سرنوشت خود معین کنن. به می خاطر است که ما در کنفرانس دوحه یک نوع تلاش یا سعی از این را هم میبینم که امون مفردات موافقتنامه اول دوحه به یک شکل از اشکال ادامه پیدا کنه. اگر در اوجا مسئله مذاکرات بین الافغانی مطرح بود، در حال حاضر باز هم مسئله اساسی در تمام قضایا مسئله ایجاد یک حکومت هست که این حکومت باید فراگیر باشد. فراگیر به معنای دموکراتیک، فراگیر به معنای حقوقی، فراگیر به معنای قانونی، فراگیر به معنای مشروعیت. و در عین زمان تا زمانی که قدرت هم از محور عمودی و هم از محور افقی تقسیم نشه و در بین مردمان افغانستان یک نوع صلح دائمی برقرار نشه و دولت من حیث یک مؤسسه امگرا کننده این وظیفه را به عهده نگیره، بلی ایست که قضیه ما حل نمیشه. ما در می حدود نظریات خود ابراز کردم، امیدوار هستم که بیش از حد صحبت نکرده باشم. تشکر محسن زاده، والا قدر نه دقیقا در بسیار کوتاه ولی پر محتوا فکر میکنم سر نکات بسیار اساسی اشاره کردین، چیزی که از پیش ما مانده بود و خود شما
آدم چی بگم مسلکی دیگه در حقیقت تانستین اونو بخشا را سرش تماس بگیرین. یک دنیا تشکر، بدون از اینکه قبل پیش از پیش گفته باشیم و صحبت های بسیار پر محتوا کردین. حال بحث ما بحث آزاد است و عزیزایی که میخواین ابراز نظر بکنن در مورد کنفرانس دوحه و یا ای که سوال داشته باشن، لطفا از کلاب هاوس من نمی بینم، همچنان از عزیزایی که در زوم تشریف دارن اگر سوال داشته باشن، تا که عزیزا دستاش بالا میشه پیشتر بخلم. فکر می کنم که دکتر صاحب هارون یک برای چند دقیقه یک دو دقیقه میخواست کدام مطلب را طرح بکنن، ولی پیش از این من نفهم دوست عزیز ما فتای گرامی هم تشریف دارن در زوم، من نفهم دستشان بخلیم بالا نیست، و یا عزیز دیگه به اسم نبرد تشریف دارن. خب ایزایی که میخواه صحبت بکنه دستشان بالا بکنه، و حال من از دکتر صاحب آرون تقاضا دارم که صحبت بکنن چیزی که در او بخش از پیشان مانده بود. بسیار زیاد تشکر سر عزیز. من خوشحال هستم که آقای مرسنزاده عزیز اینجا حضور دارند و یک صحبت فوق العاده عالی ایجا داشتند، و بیخی مکتبا موافق هستم که در فقدان ای نظریات ما یک بخشی از مسائل دوحه را نمیتونستیم به روشنی بیان بکنیم. من با توافق کامل با آنچه آقای مسنزاده لطف کردن گفتن، میخواستم فقط سر از این گپ بزنم که خب ما گفتیم که باید انتظارات بسیار بزرگ نمی داشتیم برای اینکه این نهاد تصمیم گیرنده نیست و از یک حمایت قاطع و قوی شورای امنیت و اعضای دائمی شورای امنیت هم برخوردار نبود، و در این زمانی که کشورهای همسایه ما منافع متفاوت خود مطرح میکردن، قدرت های بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیست با طرح دیدگاه های متفاوت هم بلاک میکردن همی وضعیتی را که بتانه سرنشی سازمان ملل یک هماهنگی برای مسائل افغانستان حداقل دست و پای کنه. خیلی راهبردها چی است؟ چی میتونه باشه؟ یعنی ما برای به عنوان نه یک حزب یا سازمان سیاسی، بلکه به یک رسانه که نگاه میکنیم که سایر رسانه ها، سازمان ها، تشکلات سیاسی چی میگن، انتباهاتشان در مورد یک کنفرانسی که در رابطه با مسائل افغانستان متاسفانه یک فرصت باز از یک فرصت تاریخی استفاده شده نتانست، و چالش هایی را که در برابر حل بحران افغانستان وجود داره اینا را نایده گرفتن. چی باید شد؟ هدفی نیست که ما کنم فرمول بتیم، اما از وضعیت جاری میتونیم بگوییم که تا زمانی که افغانستان از ریزروهای درونی ساخته نشود، هیچ عامل بیرونی نمیتونه ثبات افغانستان برگردانه. پیامد سیاست موجود، یعنی سیاست حذف، تکروی و تصمیم در غیاب مردم، از نام مردم، جز انزوای بین المللی و فروپاشی کشور چیز دیگه به دنبال نخواهد داشت. اقدامات در راستای حل مسائل افغانستان واضح است، وابسته است همین رقمی که آقای موسن زاده از نیروهای ملی و دموکراتیک انتخاب کردن
کاملا درست است که ای اقدامات وابسته است به شرکت فعال مردم و نیروهای سیاسی دموکراتیک، نیروهایی که به مردم سالاری معتقد هستند، به حاکمیت قانون و اعاده تمام حقوق و وجایب شهروندی مدرن متکی به ارزش‌های پذیرفته شده جهانی، که ای میتانه تبعیض در تمام ابعادش نفی کنه، میتانه راه برای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی در آینده افغانستان تضمین کنه. یعنی یک نوع همسویی نیروهای دموکراتیک ضرورت است، یک نوع پشتیبانی نیروهایی که معتقد به آزادی و دموکراسی ضرورت است، که از برپایی کنفرانس های منطقی و جهانی در امی چارچوکات، یعنی استرداد حقوق اساسی مردم که ازشان غصب شده، این مسئله بنیادی است. سر یک کمک برای اولین بار است که متوجه میشم که نیکلاسن، اگر درست ترجمه کنم به فارسی، که نماینده جامعه اروپایی بود، برای اولین بار یک نوع نظر دوم تام وست نماینده امریکا را مطرح میکنه. تام وست از براندازی چنین کنفرانس ها در زیر چتر سازمان ملل حمایت خود اعلان کرد، اما نیکلاسن که نماینده جامعه اروپایی است میگه که باید کنفرانس های منطقوی مسائل حل افغانستان در حضور نماینده های بیشتر از خود مردم افغانستان به عهده بگیرن، یعنی اراده مردم افغانستان در اینجا باید تمثیل شود، و کنفرانس هایی که زیر چتر سازمان ملل تدویر میافه نباید کنفرانس های منطقوی را تعویض کنه. یعنی کنفرانس های زیر چتر سازمان ملل باید متمم کنفرانس های منطقوی برای مسائل حل افغانستان باشه. این یک اپیس که من از اروپایا آرام آرام فکر میکنم که جرات میکنن که یکمه که گپای خودم بگوین و گپای امریکایی را کپی نکنن. چیزی که امیدوار هستم وقت دیگه دوستان نگیرم. تشکر دکتر صاحب گرامی، یک دنیا تشکر. ما دو نفر در نوبت داریم، یکی جناب احسان عمری بود که از طریق کلاب هاوس دستشان بالا بود، هرچی دعوت کردم اونا هنوز قبول نکردن. دیگه در زوم همکار بسیار عزیز ما دستوری گرامی است. فکر میکنم جناب عمری بسیار قبلا دست خود بالا کرده بود، اگر نوبت بر کلاب هاوس بتیم دستور صاحب گرامی، بعدا نوبت شما و بعدا زیای عزیز دیقان ما خواهد رسید. عمری ما بخیر پس رفتن چطور؟ پس برآمدن عمری ما پس برآمد، من ایفم دستشم حال بالا نیست، من ایفم آمدن. خب عمری گرامی بفرماین، میکروفونتان فعال بسازین، روشن کنین، و دکتر صاحب خواهش میکنم که میکروفون شانه لاسپیکر شانه بلند کنن. دکتر صاحب میکروفونتان میکروفون اینا درست شده؟ بله
صدایتان هست. بله ایسان جان بفرمایید. سلام و احترام حضور همه شما بزرگوارا. بسیار لذت بردم از صحبتهای تمام شما رفقای گرانقدر. واقعا نه تنها دانشتان ولی احساستان، برداشتان، مطالعتان از تمام مسائل بسیار قابل قدر است. من کوچکترین شما هستم، اگر اجازه باشه من فقط یک نظر داشتم به می ارتباط، که در حالی که می فهم که اصل موضوع بحث روی همی موضوع دوحه بود، که خب کسی برد تا جای موفقانه و ناموفقانه می خوانه. برحال اینجا من متوجه شدم که دوستای ما مطالب بسیار زیبا و عدالت خواهانه گفتن به آدرس مردم مظلوم افغانستان در قدم اول و در کل در جهت عدالت خواهی. من مرحبا بخشن از در پسکنده صحبت می کنم، فقط می خواهیم بگویم که همی نسل ارجمنده که همی امروز ما داریم که شما هستین، اینا چقدر عمر خواد کردن؟ یک دیگه ای که آیا زمان از این نرسیده مثل که یک از رفقای ما بسیار مشخص به می ارتباط اشاره کردن که ما چه وقت یا تا چه وقت محصر میتونیم باشیم؟ تا وقتی که ما اوجه حضور فیزیکی داشته باشیم تا نقش را ایفا کرده بتانیم به درد بخوریم. بنان اگر ما در اونجا حضور فیزیکی نداریم و سر نقش ما، سر نیروی ما جهان و ملل متحد حساب نکنه، ما به هیچ درد نمیخوریم و واقعا نمطور است. من 100% موافق هستم با حرفای از دوست عزیز ما، و چیزی که ما میخوایم بگویم این است که آل اگر قرار باشه که کارت با استخوان برسه، به نظر ما رسیده. خب ما و به خصوص شما بزرگوارایی که یک عالم تجربه دارین از سیاست، از همه چیز، از علم و عرفان و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همه چیز برخوردار هستیم و خدا را شکر است که ما شما را داریم. آیا وقتی از این نیست که ما عملا دست به کار شویم به این معنا که از حرفای زیبا، از تحلیلات بسیار واقع بینانه یک کمی عبور کنیم و تمام تلاش خود به خرج بتیم برای یک انسجام که باعث یک عمل مشخص شود که تاثیرگذاری خود هم در کشور، هم در منطقه و هم در چشم جهانیان و ملل متحد یا سازمان ملل متحد هم داشته باشد. آیا وقتش فرا نرسیده؟ و اگر رسیده چرا این کار نمی کنیم؟ آیا ما سوابق بسیار بدتر داریم از این تمام تنظیمایی که در 30 سال اخیر حداقل در افغانستان حکومت میکنم؟ به هیچ وجه نه، ایران میگیم ما شما میفهمیم. اما ما چرا قدر خود محدود ساختیم تنها به خود و به می حلقات روشنگری و روشنفکرانی خود تا موضوعات به سم رفقا و دوستای روشنفکر خود برسانیم که بسیار عالی است، اما
نتیجه مهم است. امروز مردم افغانستان منتظر نتیجه هستند. همین امروز ما نامش نمیگیرم از بزرگوارایی که امروز در بین ما شما نیستن. یکی از صادقترین افراد اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و روشنفکرای افغانستان، یک نفر هم نه دو نفر از این بزرگوارا را کردیشان در بین ما نیستن. ما برایشان یک سوال مطرح کردم، گفتم تا چه وقت ما به این شکل مبارزه کنیم که فقط در روی کاغذ باشه و در حد سخن باشه و در بین خود ما باشه؟ ما چه وقت میتونیم تاثیر گذار شویم سر سیاستی که در افغانستان برای مردم افغانستان، بر شرایط افغانستان یک تاثیر مثبت و دیگرگون داشته باشه؟ حداقل یک رول کوچک و قابل حساب باشه که جهان منطقه سر از او حساب بکنه، چون ما نیروی شناخته شده بودیم، جهان و منطقه سر ما حساب میکرد. ما شکست را که خوردیم، او به هر حال حال وقتی که ما ادعای زنده بودن میکنیم و ادعای مبارزه را میکنیم و تداوم مبارزه را میکنیم، ما چرا واقع بینانه مستقیم مراجعه نمیکنیم؟ ما مشخص گفتم به می فدراسیون روسیه که حداقل از هر کشور دیگه همسایه و دور و نزدیک کده، از لحاظ ایدئولوژیکی، فرهنگی، کلتوری نزدیکترین از با ما، چرا ما با اینا تماسات و ارتباطات خود تامین نمی کنیم؟ چرا ما به حزب کمونیست روسیه مراجعه نمی کنیم؟ چرا به حزب روسیه واحد که پوتین منشیش است مراجعه نمی کنیم؟ چرا تقاضای همکاری نمی کنیم؟ چرا درخواست تشکر عمری گرام قدر، وقت یک کمک زیق است، دوستای دیگه هم صحبت میکنه، سوال و تفسیری شما فهمیده شد. حرف مامی بود. تشکر. تشکر. تشکر یک دنیا برای که عزیزای ما در این مورد سوال هم دارن و دستور گرامی در این بخش بخلم سبترهای مشخص خود داشتم. از دستور گرامی میفهمم سوال جواب بده و هم تفسیری خوده. بفرماین دستور گرامی. سپاسگزار سحر گرامی و سپاس فراوان از احسان گرامی. یک بخش صحبتشان اما طور که ما بیشتر گفتیم که یک سوال کاملا برحق است و اوی است که تا ما حضور بیرونی در دنیا نداشته باشیم کسی ما را نمی بینه. بخاطر از این که بر پروسه های مربوط به افغانستان اثرگذاری داشته باشیم، باید حضور ما در دنیا در بیرون از خود ما محسوس باشد. و مهمتر این که با حضور ما باید برنامه ای که ما در نظر داریم، تعریفی که ما از تلاش های خود در رابطه با افغانستان داریم، باید به صورت روشن یک تعریف سیاسی داشته باشیم که او را با دوستا، با نیروهای ملی و دموکراتیک شریک بسازیم تا بتانیم یک ائتلاف قوی نیروهای ملی دموکراتیک برای اثر بخشی بالای سازمان های مثل ملل متحد و اینا داشته باشیم. این یک گپ کاملا برحق است و همونطور که زیای عزیز دهکان گفتند که اگر در فاصله بسیار کوتاه ما موفق به این حضور نشیم، دیگه باید از تاثیرگذاری خود روی پروسه های سیاسی افغانستان صرف نظر کنیم. ما در تبصره که در رابطه با اعلامیه موقف نیروهای ملی دموکراتیک از به قلم دوست گرامی و بسیار با اعتبار بر من آقای اسپنگر نشر شده بود، در تبصره در بررسی این موقف چیزهای نوشتم. یکی از مسائل مهمی که ما به این عقیده داریم که
در آینده سیاسی افغانستان نقطه مرکزی مهم در همه طرحها آزادی و استقلال در افغانستان است، ایره به مسابه یک نقطه مرکزی بهش عقیده داریم. یکی از توضیحات مهم در رابطه با استقلالی است که ما برای حفظ استقلال با آزادی که در نظر داریم برای آینده افغانستان، با تمام کشورهایی که، با تمام دولتهایی که در طول قرنها و در قرن آخر و در سالهای آخر و در 50 سال اخیر در سرنوشت افغانستان به نوع از آنها زی دخل بودن، هیچ گونه معامله سیاسی، معامله قراردادی و معامله نظامی و غیره نمیتونیم داشته باشیم. هر گونه پیوند با کشورهای جهان، هر گونه خواستن کمک از کشورهای همسایه و منطقه که در گذشته افغانستان زی دخل بودند، به قیمت از بین رفتن آزادی و استقلال ما تمام میشه. هیچ کسی در دنیا، ما فعلا همونطور که در امو بررسی اشاره کردیم، ما همه حرفایی را که امشب زدیم در رابطه با ملل متحد، در رابطه با کشور خود ما، در رابطه با موقف نیروهای ملی دموکراتیک در خارج از کشور، در یک چوکات کلان است و اویی که ما در یک بازی بزرگ قرار داریم. یویی بازی بزرگ از زمان است که روسیه تزاری وجود داشت و حکومت هند براتنوی وجود داشت. بر اساس او قرار داد خلاصه شمی است که هند بریتانوی و حکومت روسیه تزاری با هم توافق کردند که افغانستان به مثابه یک کشوری که حایل باشند باید باقی بانه. این یک نوع توافق است در بازی بزرگ است. بعدا کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا اتحاد شوروی به مثابه میراثخوار امپراتوری روسیه، کشورهای منطقه‌ای به مثابه کشورهای بزرگ مانند چین، بعدن کشور پاکستان به مثابه دست نشانده کارهایی که کشورهای بزرگ غربی در رابطه با افغانستان میکردند، و کشور ایران که حالا به کشور منطقه‌ای بزرگ مبدل شده و کشورهای عربی در این بازی بزرگ داخل شدند. خصوصیت بازی بزرگی است که هنوز هم همه کوشش میکنند که افغانستان به یک طرف دیگه نسپارند و بتانند از موقفی که در افغانستان دارند به نفع موقعیت های سیاسیشان در منطقه و در جهان استفاده کنند. یکی از تحلیل هایی که در این اواخر در رابطه با مسئله دو مطرح شد این است که گفته میشه در 2 سال گذشته حاکمیت طالبان توانستند از تضادهای بین المللی و منطقوی که در رابطه با افغانستان وجود داره بهترین استفاده ها را بکنن به خاطر تثبیت حاکمیت خود. و این دقیقا امی بررسی مسئله بازی بزرگ میرسانه. ما با حفظ استقلال خود، ما با حفظ امی که دوستا گفتن قانون برای افغانستان و حفظ دموکراسی برای افغانستان و بسیاری از شرایط دیگه که حقوق زنها، حقوق کودکا و دیگرا در درجه دوم قرار میگیرن، یعنی ذیل قانون اساسی قرار میگیرن به خاطر رشد و استحکام جامعه مدنی، با فرمول بندی های نیاز داریم که باید این وابسته به کشورهای خارجی و حتی به سازمان ملل متحد نکنه. اگر چنین کار را کردیم، ما به صورت طبیعی دستاویز سازمان ملل قرار میگیریم. ما که از موقف نیروهای ملی و دموکراتیک صحبت کردیم، از اینکه در بیرون حضور داشته باشند و حضور کاملا روشن و مشخص داشته باشند، به خاطر این بود که ما طرح خود پیش روی سازمان ملل قرار بدیم به مثابه یک الترناتیو برای حاکمیت هایی که آزادی و دموکراسی را و حقوق بشر و حقوق مدنی را نمی‌پذیرند.
ای یک بخش مسئله است برای رابطه گرفتن با فدراتیف روسیه یا احزاب کمونیست و اینا. من فکر میکنم که دیگه این مفاهیم غیر قابل پذیرش، مفاهیم کهنه و مفاهیمی هستند که تنها به قیمت آزادی افغانستان، به حساب آزادی خود ما، به حساب آزادی تفکر ما تمام خواهد شدن و ما با جای ازی که دستاویز امریکا و کشورهای غربی شویم، دستاویز یکی از قدرتهای دیگه منطقوی میشیم. من نمی فهمم که از لازم ماهیت خود هیچ تفاوت داره. اگر چنین موقف اتخاذ کنیم، چرا با همه سازشکاری نکنیم؟ با همه قدرتهای منطقوی و جهانی سازشکاری نکنیم و خود در اختیارشان قرار ندیم که از ما به مسابقه یک وسیله در مسائل افغانستان استفاده کنند. یک نکته باری که دیگر هم که بگویم که در صحبت های دکتر گرامی بود که البته ما به قانون اساسی آینده افغانستان به مسابقه یک سند که تضمین کننده آزادی ها است و تضمین کننده دموکراسی ها خواهد بود نگاه میکنیم. یعنی اگر روز سازمان ملل در یک اجماع بین المللی به این راضی شوند که برای افغانستان طرحی از قانون اساسی را پیشنهاد کنند و برای مردم افغانستان پیشکش کنند برای تصویب، باید یک چیز بدانیم و اویی که آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق شهروندی و آزادی مطبوعات، این مسائل مسائلی است که در هیچ قانون تضمین برای اجرا و برای ماندن و برای زنده ماندنش وجود نداره. در دموکراسی های غربی دیده میشه که دموکراسی یک اصل ساختاری است که در درون خود میکانیزم دفاع از خود نداره. مهمترین مثال تاریخی شمی است که آدولف هیتلر از درون یک سیستم دموکراتیک به قدرت رسید و تمامی ارزش های دموکراتیک و زبالدان تاریخ سپرد و کارهایی کرد که باید میکرد. دستور صاحب گرامی، سه نفر دیگر را در نوبت داریم. ما همینجا تبصره خود ختم میکنم، اگر سوالات باشه در خدمت هستیم. تشکر. یک دنیا ما در نوبت در زوم جناب دکتر صاحب دانش و جناب محسن زاده گرامی را و در از طریق کلاب هاوس جناب حسرت داریم. دیگر عزیزا با در نظر داشت وقت در نظر بگیرن، از جناب و همچنان جناب عزیز دهقان که قبلا دستش بالا بود پایین شد، او هم در نوبت هستند. از جناب دکتر دانش تقاضا میکنم که میکروفون خود فعال بسازن و دکتر صاحبم میکروفون کلاب هاوس. تشکر. تشکر. سلام و عرض ادب دارم خدمت تک تکی از دوستای حاضر در بحث، گرچه اولین باری است که در همین جلسات ما شرکت کردم. از طریق یکی از دوستای به نام شورش پنچیری دعوت شده بودیم. به هر صورت دوستان، ما یک تبصره بسیار کوتاه میخوایم داشته باشیم. ما به صحبت دوستی که بر اتکا بر کشورهای بیرونی و آوردن تحول در افغانستان متکی هستیم، این مفکوره را ما و شما تا زمانی که از ذهنیت خود دور نکنیم، هیچ گاهی در افغانستان تحولی را که یک تحول بنیادی باشه به وجود آورده نمیتونیم. یک. دو، تا زمانی که ما روشن فکرای افغانستان یک انسجام پیدا نکنیم، اختلافات کوچک را کنار نگذارن، منافع اولیای ملی را سر مشق و سر خط اهداف خود قرار ندهه، به هیچ عنوان ما قادر نمیشیم در مقابل بنیادگرایا و در مقابل این پروژه ها بتانیم نقش را ایفا بکنیم. سوم، تا زمانی که ما ماهیت اصلیه که کشورهای زدخل در قضیه افغانستان یا مثلا ملل متحدی که ما اقدر اعتقاد به او داریم و دوستا بسیار اشارات را کردن،
ماهیتش نفهمیم که ملل متحد یعنی ایالات متحده امریکا، ملل متحد یعنی اروپا. ما از ملل متحد فیصله منصفانه را خواستن فکر کنیم یک خیال بسیار واهی خواهد بود و ما خود به کجرا میزنیم و خود از اهداف اساسی دور میکنیم، نمیتونیم به هدف برسیم. چهارم، دوستای عزیز، اینمی مصیبت را که امروز گریبانگیری ما هستن از تقریبا 50 سال به این طرف، مقصر اصلی از این قشر روشنفکر جامعه افغانستان بودند که در عصر خود نتانستن انسجامی را به وجود بیارن و پایه های وسیع یک نظام را بمانند که او نظام تداوم داشته باشد. قسمی که حکومت اشرف غنی و کرزی وابسته به یک کشور خارجی مثل امریکا و ناتو بود، در 20 سال مکمل در یکی از اجندای شورای وزیرای کرزی و اشرف غنی این موضوع وجود نداشت که اگر امریکا نباشه ما چه کار بکنیم. فکر میکنیم که امریکا تو بنا اعوذ بالله خدای است که ما را آفریده و تا آخر ما را دوام میده. امی قدر سنجش نداشتیم که اینجا منافع امریکاست که امروز تامین نشوه فردا میره ما را در میدان میمانه، قسمی که در سال 1370 بود و بعد از هم امروز بود. در عین وقت حزب دموکراتیکی که شما مدعی از او هستین هم معتقد به عموت یک اصلی با روسا بودین دوستای عزیز. تا حالا هم فکر کنیم بعضی دوستا میگه که بیاین دست به طرف روسیه دراز بکنیم و روسها را دعوت بکنیم. در شرایط فعلی اگر امریکا امپریالیست است، روسیه هم امپریالیزم است. امپریالیزم پوتین با امپریالیزم بایدن کدام تفاوتی را نداره، هیچ چیزی را نداره. نه او اندیشه لینینی وجود داره در اونجا که شما ای را دعوت بکنین و نه او مفکوره در مفکوره پوتین وجود داره که شما دست را دراز بکنین و او دوستی سابقه تان پس دوباره تازه بکنین. نه دوستا، اردو دشمن خلق است، اردو به خاطر منافع خود است. پوتین امروز طالب را بسیار نزدیکتر از امریکا و غرب خود میداند. امروز روس ها بازی دوگانه ای را که میکنند که از یک طرف کنفرانس دوحه را به نیروهای به اصطلاح جامعه مدنی نمیبینه، از طرف دیگه باز به طالبان را سپورت میکنن. ما فقط خلاص، چون وقت بر ما بیشتر داده نمیشه، بیشتر ما فقط امیر بگم که انسجام نیروهای دموکرات افغانستان رای خروج از بحران فعلی افغانستان است. تشکر یک دنیا. برزی اگر عزیزا ما همکارای عزیز ما اجازه را بده که به نوبت یک دوستی که از کلاب هاوس نوبت گرفته او رو بگویم، بعد از او میایم در بخش زوم. از جناب حسرت گرامی خواهش میکنیم که دستشان بالاست. خب باید اونا دعوت ما را لبیک بگوین، بین بالا و صحبت هم همون وقتی که در نظر داریم، امیدوار هستم که او وقت در نظر بگیره. بفرمایید جناب حسرت گرامی. درود به دوستا، امیدوار هستم هم عزیزان خوب و تندرست باشند و دوستانی که در برنامه دیگی با گفته تا جایی که باشین زوم هستن اونا هم اعتراف مر پذیرا باشن. سپاس گزار هستم از شما که باز هم پس از گذشت شاید چند ماه شنونده داشته های شما هست و از داشته های رو بهره برد. دوستان به نیکویی می دانند که دنیایی که ما امروز زندگی می کنیم دنیای پر از چالش ها و فرود ها هست و یکی از نیکوترین و خوبترین چیزهایی که یک روشن فکر، یک رهگشا، یک آدم یا بنده میتونه انجام بده، برآمدن از درون همی ناگواری ها و یافتن جایگاهی که بتانه بش پایگاه مطمئن باشه، چه بسا که ما در حالت ناتوانی قرار داریم. اگر روشنفکر امروزی و یا عزیزانی که
جنجال افغانستان را در سر می‌برانند و با امید فرداهای بهتر و درخشان سرزمین می‌اندیشند. از شعارهایی که من کیپوک هستم، بچه هستم، من شیر هستم، من فولاد هستم ما بگذاریم و با آنچه که امروز هستیم نگاه کنیم، ما خیلی پریشان هستیم، ما خیلی درمانده هستیم، ما خیلی دست نگر هستیم و ما به هر روی به کمک دستگیری نیاز داریم. ما در مورد کشور گپ میزنیم که خود ما در جغرافیا شعای وجودی نداریم. بیشتر گفته های ما به آرزوها ماننده هست تا کنندگی. ما در درون او جغرافیا از کنندگی عاجز هستیم، چون نیستیم در فعل و انفعالات در کنش ها و واکنش های جغرافیایی که همکنون طالب بیداد میرانه ما سیسم نیستیم و جلوگیری کرده نمیتونیم. خوبترین گپ در شرایط کنونی است که دوستان که در گذشته ها سرد و گرم روزگار را دیدن و گای امکس کردن یافته ها و دریافت های خود را با سر کردن و ناسر کردن خوبی ها و ناخوبی های گذشته های خود پیش روی نسل جوان امروزی بگذارن. این که به گفته دوستا ما در جهان امروز به یک سو تکیه کنیم چون این تکیه های وجود نمی داشته باشه. همه کس به منفعت خود نگاه می کنه و این منفعت یک سویه نیست. گاهی کشورها به سودگرایی یک سویه خود نگاه می کنن، ولی اگر ما بتوانیم که در این بازی سودگرایی تو سویه را برش نگاه کنیم و با کشورها همسایگانی که هم سود خود را بهش اهمیت میگذارن و هم به سود ما میتونیم به خاطر بهزیستی و درستی کشور خود کار را انجام بدیم. دوستان که در اینجا سخن میرانند به خصوص در این 5 دهه شاهد گردش ها و فرود های خیلی زیاد در کشور افغانستان بودن و پس آنها که ما از بیرون بیننده بودیم. ما دولت طالبانی را دیدیم، ما دولت از دموکراتی خلق را دیدیم، ما دولت اسلامی را دیدیم، ما خیلی دولت ها را دیدیم، ولی آخرش چی شد؟ آخرش آوارگی، آخرش بیچارگی، آخرش غربت و درد و آوارگی. من فکر میکنم که اگر ما یک راهگشای درست در پیش روی خود قرار نگذاریم و ما با آرمان خود معامله نکنیم، یعنی آرمان فروش نباشیم، ما بالاخره با آرمان، ولی اگر ما آرمان فروختیم ما با آرمان خود نمیرسیم. فقط همین امیدوار هستم که ما در آنچه که میگیریم به خاطر رسیدن به او آرمان نفروشیم و اگر فروختیم دیگه ما نباید این داره کنیم که ما طالبی چیدیم آرمان. تشکر اصلاحات گرامی از صحبت خوبتان. آل از همکار نهایت عزیز خود جناب محسن زاده گرامی خواهش میکنم که صحبت بکنه، به تعقیب از او زیای عزیز گرامی و احسان عمری هم از پاسخ راضی نیست، 2 دقیقه وقت خواستن. تشکر. تشکر سحر گرامی، نخست از همه به اسرت عزیز سلام و احترام تقدیم میکنم. بسیار خوش هستم که صدایشان در برگی وطن آزادی بار دیگر میشنویم. دوستان عزیز، با اختصار 2-3 نقطه قابل تذکر میدانم. نقطه اول در رابطه با مسئله یا بگویم با قضیه بازی بزرگ است. در این که مثلا امپراتوری تزار روسیه با بریتانیای کبیر در رابطه با افغانستان و منطقه ما چی کردن، دوستا دقیقا می فهمن. اما دور از عدالت خواد بود که اگر ما
در بیان واقعیت تاریخی فکتها را نادیده بگیریم. ما به یاد داریم که در قرارداد زنگ پیترزبورگ انگلیس و روسیه تزاری اینا نه تنها افغانستان من حیث یک کشور آیل تثبیت کرده بودند، بلکه یک امسایه های ما را به طور مثال ایران هم بین خود تقسیم کرده بودند، تیبت هم بین خود تقسیم کرده بودند. یعنی در مجموع که شما ببینین این سیاست استعماری در وجود قوانین و مقررات اینا بین دو ابرقدرت زمان وجود داشت. اما شما باید این را به یاد داشته باشین که در سال 1907 زمانی که می قرارداد امضا میشه، اکثرا همی کشورهای منطقه رهبرها از عقد قرارداد واقف نیستند. اما به مجرد که انقلاب اکتبر در روسیه تزاری به پیروزی میرسه، از سوی اینمی دولت نوتأسیس کارگران و دولت شوراها در واقع به صورت یک جانبه امی قرارداد زنگ پیترزبورگ ملغا قرار داده میشه. حتی در موافقت نامه که روسی تزاری با آلمان امضا میکنه، یکی از مفردات عزیز که تمام قراردادهای استعماری ما قبل خود ملغا اعلان میکنه. و از طرف دیگه در شرایطی که هیچ کس آخر به رسمی شناختن دولت افغانستان نبود، روسیه تزاری دولت افغانستان من حیث یک دولت مستقل، دولت حاکم، دولت ملی به رسمیت میشناسد. اهمیت این به رسمیت شناسایی واقعا که یعنی غیر قابل انکار است که این باید ما در محاسبات سیاسی خود مد نظر بگیریم. اما در رابطه با گفته های دکتر صاحب گرامی دانش، من کاملا معتقد هستم، یعنی از نگاه علمی هم که انسان ببینین، نیروی محرکه و تحولات بنیادی در یک جامعه همیشه از نفس جامعه، از بطن جامعه بروز میکنه و او تکامل و او روش بینشایی زم واقعا که اصالت داشته باشه که واقعا از درون سرچشمه میگیره. اما معزلی که ما در طول بیش از 100 سال به این طرف داشتیم عبارت از این بود که ما هیچ وقت چانس از این نداشتیم که اینمی تکامل از درون صورت بگیره. هر باری که ما به یک اقدام به خاطر ایجاد تحول آغاز کردیم، بسیار به صورت شدید خونسا و سرکوب شدیم. شما ببینین دوره امانیه، بعد از او مثلا تمام تلاش ها در جهت مدرنیزه ساختن افغانستان، در جهت ترقی افغانستان، در جهت رفع عقب ماندگی افغانستان به یک شکل از اشکال در اثر عوامل بیرونی سرکوب شده. یعنی ما در اینجا در بین عوامل بیرونی و درونی ناگزیر هستیم که به هر دو توجه جدی کنیم. اما مسئله ای که انسجام روشنفکرها تقصیر از این داره که در واقع امر پروسه ها به نفع مردم افغانستان شکل نگیره، در اینجا سوال اساسی در این است که ما در افغانستان چند فیصد روشنفکر داریم؟ شما ببینید نمی برنامه های اصلاحی دوران امان‌الله خانه، یکی از دلایل شکست از این بود که حامل اجتماعی که ریفورم‌ها را تطبیق کنه، معارف مدرن در افغانستان ترویج کنه، وجود نداشت. تمام روشنفکرها و اینا را که در زمان امان‌الله خان شما محاسبه می کردین، یعنی از حدود چند صد نفر تجاوز نمی کرد. بنان یعنی دریجه در مقایسه با نفوذ کشور نقش روشنفکرها تعیین کننده نیست. اما در رابطه با ملل متحد، این که ملل متحد مثلا ادامه دهنده سیاست های غرب است کاملا روشن است. ما شما هم یک ضرب المثل داریم که میگن هر که نان دهد فرمان دهد.
ملل متحد امی لحظه از نگاه اقتصادی شدیدا وابسته به غرب، به خصوص به ایالات متحده آمریکا، به کنسرن های بزرگ است و اینا اراده خود را تحمیل می کنند. اما ما از نگاه تاریخ رابط بین المللی و به خصوص از نگاه حقوق بین المللی به این اصل معتقد هستم که در میان زبرین ها یک مرجی باید مافوق وجود داشته باشد. البته این طرح تر خود من نیست، این دانشمند های بزرگ، تیوریسن های بزرگ این طرح دادن و ما در این لحظه واقعا اینطور یک نهادی که ممثل ازی باشه که در بین دولت های حاکم یک نوع موقف رهبری را بوده بگیره نداریم. غیر ملل متحد کسی دیگر نیست. اما در اینجا موضوع از این قرار است که تنها عمل ملل متحد تعیین کننده نیست، با وجود از این که همه جهان ناراض است. در اینجا یک سلسله ارزش ها، نرم ها، قوانین، چیزهایی وجود داره که با منافع تمام بشریت مطابقت داره. اعلامیه حقوق بشر، کنونسیون حفاظت حقوق بشر، یا مثلا امی رعایت حقوق مردم، عدم مداخله و و و. یعنی ما میبینیم که در ملل متحد، یعنی در من اساسنامی ازی یک مقدار ارزش های هست که ارزش های جهان شمول است. منتها در اینجا موضوع در این هست که ما از اینمی حالت موجود چی گونه به نفع کشور و به نفع مردم خود استفاده می کنیم. من البته با ایشان، با دکتر صاحب دانش، کاملا موافق هستم که بنابر ای که حکومت دست نشاندی 20 سال قبل جمهوریت هیچ وقت به این فکر نبود که یک روز اینا بدون امریکا باید از خود دفاع کنند، چون این دولت اصلا یک دولت مردمی نبود، از منافع مردم خود دفاع نمی کرد، فقط یک غنیمتی بود که اونا تقسیم می کردند. به او خاطر با مسارگی هم از بین رفتند. من بر شما عرض کنم که در این تحلیل دکتر صاحب دانش من کاملا هم عقیده هستم که از نگاه نظام روسیه هم سرمایه داری هست و غرب هم سرمایه داری هست. یعنی در منافع اساسی نظام های سرمایه داری با هم هم نظر و متفق هستند. اینا واقعا در قدم اول در صدد برآورده ساختن منافع خود هستند. ما هم در این لحظه باید دیده مد نظر بگیریم که بله، امی دور پیش ما، امی چیزی کشورهایی که منطقی ما هست، اینا هم از خود منافع خاص دارن. مسئله اساسی در این است که ما نمیتونیم همسایه های خود را تعویض کنیم. جغرافیا به ما امیر داده، ما با این نمی جغرافیا باید در جهت برآورده ساختن منافع خود باشیم. خلاصه اگر عرض کنم که ما در قضیه افغانستان در طول 20 سال گذشته به یک اصل مواجه بودیم. او اصل ای بود که غرب میخواست قضایای افغانستان را به نفع خود حل کنه و منطقه با این مخالفت کرد. کارشناسان بین‌المللی، به خصوص کارشناسان نظامی، همه با اتفاق نظر بیان کردند که در افغانستان، یعنی قضیه افغانستان، بدون منطقه رای حل نداره و این تیزس تا به حال معتبر است. ما اگر می خواهیم که در افغانستان صلح داشته باشیم، در قدم اول باید با همسایه های خود صلح داشته باشیم. در تامین صلح میکانیزم های متعدد وجود داره که دیگه نمی خواهیم ذکر کنم بنابر زیقی وقت، ولیکن ما ناگزیر هستیم که بر اساس مراودات معین با همسایه های خود دارای تماس باشیم. یعنی در برآورده ساختن منافع خود ما ناگزیر هستیم چیزی بدیم و چیزی بگیریم. ما اگر هوشیار باشیم که منافع ما بیشتر برآورده شود، در حقیقت بزرگترین خدمت برای افغانستان انجام دادیم. ما در صحبت اسرت گرامی هم متوجه شدم که به یک نقطه بسیار اساسی اشاره کردند که افغانستان
بنابر عدم داشتن منابع، یعنی منابع که از او بر استفاده از ذخایر طبیعی خود، بر تنظیم حیات اجتماعی خود، بر شغل آفرینی و غیره و غیره، در حال حاضر دست نگر است. یعنی بدون کمک بیرونی، به خصوص بدون کمک مالی و تکنیکی و علمی بیرونی، بسیاری قضایای افغانستان قابل حل نیست. ما در می صحبت های کلاب هاوس و برگه وطن آزادی چندین بار ذکر کردیم که خب راه های رشد اقتصادی کشور که حل، یعنی عامل اساسی حل پروبلم های اجتماعی از کدام خواهد بود؟ ما دیدیم که در قدم اول، یعنی برای انداختن چرخ اقتصادی کشور، ما ناگزیر هستیم از چیزی استفاده کنیم که داریم و این منابع ما است. اما در منابع ما توانایی، یعنی از نگاه تکنولوژی، از نگاه ظرفیت ها و غیره و غیره، توانایی از این نداریم که بدون کمک خارجی از استفاده کنیم. تشکر. بنان ما در یک حالت بسیار چی قرار داریم. تشکر سهر دار... گرامی، امیدوار هستم که وقت دیگه دوستان رو نگرفتم. دیگه تشکر از بسیار تاکید و همچنان تماس گرفتن به مسائلی که سوال برانگیز بود و بسیار پاسخ بسیار عالی ارائه کردین. و پیش از این که عزیز دیقان ما صحبت بکنه، خسروی پارسی نوشته می کنه که ملل متحد سازمان بین‌المللی نه، بلکه سازمان امریکایی است و فقط منافع امریکا را در جهان تأمین می کند. فقط خواستم که نوشته از آره بگویم آل از عزیز عزیز که عزیز هستند برای ما. خواهش میکنم که صحبت بکنم، منتها وقت هم در نظر بگیره که ما از وقت تعیین شده عبور کردیم. تشکر سهر گرامی. فقط من میخواستم که روی یکی دو موضوع که با وجود که دوستا مفصلا در ارتباط صحبت کردن، در ارتباط روابط با کشورهای خارج یا سازمانهای خارجی یا احزاب و گروه ها و تمام ارفایی که هست، یک چیز را ما باید بدانیم که از لحاظ پرنسیپ ما امروز تنها میتونیم که روابط همبستگی در سطح جهانی برقرار داشته باشیم با تمام احزاب دموکراتیک مترقی و کارگری و تمام گروه ها و سازمان های صنفی و غیره که در خط انسانی، در خط کمک های بشری فعال هستند و کمک میکنند، و همچنان از لحاظ همبستگی انترنسیونالیستی هر کدام، هر یک به صورت انفرادی یا به صورت جمعی امی لازم جریان داره. امی لازم خوشبختانه که دوستای ما، تمام رفقای ما، همکارای ما، هموطنای ما ارتباطات وسیع همبستگی با جهان خارج دارن. این گپ بسیار مثبت است. گپ مثبت دیگه ای است که در خارج از کشور ما امی برد و تشکل دیپلماتیک بسیار قوی تا امروز داریم، اگرچند که سرها سفید شده، ولی باز هم افراد بسیار شایسته با سطوح بسیار بلند علمی و تجربه های و اندوخته های بسیار بلند اکادمیک و دیپلماتیک ما داریم که میتونن که در سطح جهانی حرف و صدای مردم افغانستان را با سویه و سطح که لازم است در سطح جهانی برسانند. همونطور که دوست ما مصورده میگن که ما مهمی هستیم که روابط با عزیز گرام قدر، اینترنت من خراب است، صدا صحیح شنیده نمیشه. ببخشید بهتر صحبت نمیتونم بازی که گفتم که پیشتر در اینترنت من نیستم، نگران سکتگی بیم مذرد میخوایم. و در ارتباط عرف دیگه که در ارتباط حضور در داخل از کشور، صدایتان بسیار جرمه، من بسیار جرمشنم. خب ببینیم صحبت برای دوستان دیگه هم میتونم آقای سر بذاریم که آقای دیقان خب شنیده میشه، یک ذره خراب شنیده میشه حرفای خلاف بگوین. بفرمایید عزیز. بله بله
و خب صحبت دیگه که من میخواستم داشته باشم در ارتباط حضور فیزیکی در داخل افغانستان. شاید که در مقطع زمانی کنونی تمام هموطنانی که در خارج از کشور هستند یکی حضور فیزیکی مشکل است در داخل افغانستان و همچنان باید متوجه باشیم که یک تعداد افراد وطن پرست آگاه در داخل افغانستان وجود دارند، حضور دارند و فعالیت های سیاسی هم حضور دارند و خط کاری که ما باید انجام بدیم که چطور میتونیم که پل بسته بکنیم بیان تمام هموطنانی که در داخل افغانستان فعالیت میکنند و کسایی که در بیرون افغانستان هستند. پل های همبستگی، پل های همکاری های فرهنگی، پل های همکاری و روابط وسیع سیاسی که ما بتانیم به بلندگوهای از مردم باشیم در خارج از کشور و همچنان به خصوص یک حرف را باید متوجه باشیم که دوست ما مسازاران به او اشاره کردن پیشتر در ساختارهای عمودی و افقی. ما تماما در مدت 50 سال از به این طرف در ساختار عمودی متوجه هستیم، یعنی در ساختار تشکیلات دولت یک بار دولت ساخته شود که باز ما بتانیم که در مابین مردم افغانستان کار بکنیم، در حالی که تمام جنبش در یک کشور در یک جامعه تمام حرکات اجتماعی در داخل یک جامعه در سطح افقی تشکل پیدا میکنند. فعالیت در سطح اجتماعی زنها، در رشته های تعلیم و تربیت، در تمام رشته های آزادی های فرهنگی، هنری و غیره و غیره. اگر اتحادیه ها و سازمان های اجتماعی در افغانستان نصف پیدا میکنند و تمام هموطنانی که در خارج از کشور هستند به صورت فعالانه در داخل کشور تماس میگیرند، این کار بسیار نیک است. متاسفانه در بسیار حادثات ما غیرحاضر هستیم. در حادثات زلزله هرات ما غیرحاضر بودیم. در حادثه برگشت مهاجرین به داخل کشور تمام نیروهای دموکراتیک و مترقی و ترقی ها و این آن غیرحاضر هستند. در رساندن کمک های غذایی مادی بر مردم افغانستان در داخل کشور غیرحاضر هستیم. ما در این صورت میتونیم که حضور مستقیم یا غیر مستقیم خود با همبستگی با توده‌های مردم نشان بده، ولی به شرط که ما خود بتانیم که سازمان و تشکل سیاسی اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم که در داخل یک چوکات یا در داخل سازمان های سیاسی اجتماعی و فرهنگی بتانیم که در جمع با هم کار بکنیم. تشکر از توجه شما. ببخشید اگر تشکر. صدا درست نمیره. تشکر، صدا جر بود ولی شنیده می شد. تشکر از ضیای عزیز گرامی. حال بخلم آخرین نفری که صحبت می کنه جناب احسان عمری است که 2 دقیقه خواستن، ما بر ازی که برنامه ما عمل 20 دقیقه بیشتر شده، ما تقاضا میکنم که فقط امو 20 دقیقه نظر خود بگویه. به جوابی که برش داده شد قناعت نداشت، بگذار دمو 2 دقیقه بگویه حرفای خود. سر گرامی، بله. آقای دستور هم نوبت گرفتن. خب باز کرد. بله آقای دستور، با صحبت آقای دستور برنامه را ختم میکنیم. درست، خب درست است. عمری گرامی بفرمایید. ببخشید، ما فقط میخواستم دوباره عرض کنم برای شما که ما کوچکترین شما هستم. نکته که من زیاد به او تاکید میکردم واقع بینی بود. متاسفانه ما در صحبت های بعض دوستا امی واقع بینی و واقعیت گرایی را بسیار کم شنیدم، بجز از یک دوست که قبل از محسن زاده گرامی صحبت کردن، نا قسم افاده کردن که ما نمیتونیم که بدون کمک همسایه ها، همزیستی با همسایه ها زندگی کنیم و پیشرفت داشته باشیم. رفیق محسن زاده گرامی هم یک اشاره به می حرف داشتن. ما واقع بینانه
و واقعی گرایانه توقع دارم که ما شما مسائل نمیشه که با حرفا و جملات بسیار زیبا و قشنگ و با ابراز احساسات بسیار نیک بیان کرد و تحلیل کرد، و تا چه وقت ما در حد بیان و تحلیل مسائل و موضوعات جهانی باشیم. امروز ما ضرورت مبرم به عمل داریم، ما رسالت داریم من حیث نیروهای زنده روشنفکر مترقی و چپ و دموکرات، که ما رسالت خود امروز عملا نشان بدیم، در قدم اول به مردم خود، در قدم دوم به جهان، که ما هستیم، ما یک نیروی هستیم که هدف ما مهم است، تاریخ ما مهم است. ما غیر از عدالت چیز دیگه نمیخوایم. امین، تمام خلاصه موضوع عدالت است، حداقل می عدالت اگر ما شما بتانیم که پیاده کنیم، و رسالت ما شما اینمی است. بناهم رفقایی که گفتن که ما مثلا نمیشه که با نیروهای خارجی متکی شد از قبیل گپا، شما رفقا خواهش میکنم یک دفعه به می تاریخ خود ما، تاریخ افغانستان، حداقل به می 100 سال گذشته خود یک نگاه بکنیم. امی کشور پر افتخار ما شما افغانستان چی وقت خودکفا بوده که آل باید باشه؟ از هیچ لحاظ هیچ وقت افغانستان متاسفانه خودکفا نبوده و در آینده شاید نباشه، حداقل در آینده نزدیک. بناهن ما نمیتونیم بدون مناسبات نیک و دوستانه با همسایه های خود، نه با تمام همسایه های خود، حداقل با یک همسایه که ما یک اخلاص نسبی را، یا در او اخلاصی که منافع از اون هفته است زیادتر، ولی یک ذریع از اخلاص از او ببینیم، چرا ما باید به با اون نپیوندیم؟ به خاطر از این که از این نمیشه انکار بکنیم که افغانستان شاید در تمام دنیا یگانه کشوری باشه که هیچ دوست نداره. یعنی همه کشورها، اشخاص، فامیلا، خانواده ها، اقوام دوست و دشمن می داشته باشن، ولی افغانستان متاسفانه یگانه کشور است که هیچ دوست نداره. بنابراین اتکا کردن به کشور مثل روسیه و یا ابلاغ و یا پیشنهاد همکاری حداقل در صد ازی که شما با ما در تماس باشین، اهداف ما اینی است. ما عدالت میخواییم، ما صلح میخواییم، ما ترقی کشور خودم میخواییم. ما نیروهای داریم، ما جنرالا داریم، ما افراد داریم که اگر اونا از هر لحاظ حمایه شوند، اونا میتونن که به قوی بالفعل تبدیل شوند. تشکر عمری گرامی، بیشتر از حدود 3-4 دقیقه شد. ما امیدوار هستم که عزیزا حرفایتان شنیده باشه و دیدگاه مختلف مطرح میشه. خب ای که دیدگاه متفاوت است یک چیز بسیار طبیعی است. تشکر از شما. من فکر میکنم که در برنامه امروزی ما به جنبه های مختلف این کنفرانس و سیاست های منطقی و جهانی اشاره کردیم، و همونطور که در اعلان هم عنوان تعیین شده بود، فرصت ها و چالش ها، من فکر میکنم که این یک فرصت خوب یا چانس برای افغانستان است که این به نفع مردم ما و وطن ما از این استفاده شه و سهم مسئولیت خود هم در قبال از این ادا بکنیم. و ما از جناب دستور گرامی خواهش میکنم که با صحبتهای اخیر خود برنامه ما را هم به پایان برسانه. دستور گرامی بفرمایید. سر گرامی تشکر از حضور همه دوستا و از صحبتهای بسیار آموزندهشان.
من فکر میکنم که صحبتها را همینجا به پایان میرسانیم، ولی برای یکی از برنامه های آینده خود ما یا برای نوشته هایی که در برگه وطن آزادی میآید، چند مسئله مهم که از صحبتهای امشب ما بیرون آمد باید مورد توجه قرار بدیم. یکی امو مسئله طرحی که شده در نوشته من در بررسی موقف نیروهای ملی دموکراتیک، مسئله بازی بزرگ است. من فکر میکنم که در این زمینه ما باید با تأمل بیشتر و با ارائه نظریات بیشتر و استدلال بیشتر در این مورد نظر خود بیان کنیم و تعریفهای را تبیین کنیم که نزدیک به واقعیت جهان امروزی باشد. ای یکی و مسئله دیگه، مسئله من فکر میکنم از بسیار گذشته تا به حال را در یک موضوع ما یک مشکل اندیشه‌ای داریم و او اتخاذ موقف ما از اروپا در رابطه با افغانستان است و گاهی ای توهم ایجاد میشه که گویا ما به مثابه یک نیرو در داخل افغانستان شیشته هستیم و سیاست افغانستان رو تعیین میکنیم و ما مش سیاست خارجی تعیین میکنیم و یک گپا. ضمناً به جواب احسان گرامی باید بگویم که میگن که ما نیرو هستیم، باید براتان بگویم که به صورت عملی دیده میشه رفیق احسان گرامی که ما هیچ چیزی نیستیم. همی خاطرتان از تاثیرگذاری روی سیاست افغانستان، سیاست های کلان منطقی، سیاست هایی که در بازار کابل فعلا جریان داره دلکتان جمع کنیم. ما هیچ چیزی نیستیم. کسی که در کابل نمیتونه تاثیر داشته باشه سر مسئله افغانستان هیچ گونه تاثیر نداره. این واقعی نیست، این حقیقت است. توهم موقف و موقعیت خود از اروپا به مثابه بررسی مسائل تا ای که ما کارگزار یک سیاست منطقوی یا کشوری باشیم باید این تفاوت دقیقا در نظر داشته باشیم. در غیر از او اگر 10 سال دیگه هم عمر ما، کدامی از دوستا گفتند که نمیدانیم ما چقدر دیگه زنده هستیم، اگر 10 سال دیگه هم زنده باشیم با این توهمی که ما در مورد موقف خود داریم که از کدام موقف با کیک صحبت میکنیم به هیچ نتیجه نمیرسیم. این صحبت ها را در آینده در برنامه های زوم ما و در برگه وطن آزادی دنبال خواهیم کرد. تشکر از توجهتان. شکر دستور گرانقدر. با صحبت شما با اجزا خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. شب شما خوش.